ادب و احترام خدمت شما دوستان و هموطنان عزیزم. امروز 25 اکتبر 2024 میلادی برابر با 4 آبان 1403 خورشیدی و سال 2583 شاهنشاهی ایرانی. 4 آبان سال روز تولد محمد رضا شاه فقید هستش. فقط میتونم اینو بگم مردی که 50 سال جلوتر از زمان خودش بود و در میهن دوستی و میهن پرستی ایشون هیچ شکی نمیشه داشت. واقعا حیف. ویدئویی که براتون آماده کردم از اتاق احمد مصدق هستش. اتاقش نزدیک به 8 ساعت بود و حدودا 4 ساعت از این اتاق رو مجید رسولی و هاتف صالحی داشتن با هم دیگه بحث و گفتگو میکردن. مجید رسولی اونایی که نمیشناسنش، ایشون یه زمانی آخوند بود و در قضیه 88 ایشون از ایران خارج شد و در کانادا زندگی میکنه. اوائل کلاب هاست ایشون جزو انقلابی ها بود و با این فرید مدرسی و اینا میپرید و کم کم ایشون اومد به جمع براندازان و یه برانداز دو آتیشه شده. حالا من شک و تردیدهای خودم رو نسبت به ایشون دارم، اما نیت خونی نمی کنم. حرفایی که داره الان میزنه حرفای درستی هستش، اما میگم اون شک و تردید من به جای خودش. ولی وقتی کسی حرف درستی میزنه میگم آقا دمش گرم داره حرف درست میزنه. این آقای هاتف صالحی هم از این انقلابی ها هستش. یکی دو تا از صحبتاشو قبلا تو ویدیوهای مختلف دیدین، اما واقعا گوش کنید، ایشون خیر سرش نخبه داخل کشور هستش. ولی حرفایی که میزنه وقتی ایدئولوژی قاطی میشه با مغز، ببینید چیزی که در میاد میشه هاتف صالحی. 1 ساعت و 40 دقیقه از گفتگوی 3-4 ساعته این دو نفر امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره. دوستانی که در ایران هستن لطفاً با لایک کردن و نوشتن کامنت میتونید به رشد و دیده شدن ویدیوها کمک بکنید. این لایک زدن ها توی الگوریتم یوتیوب به این شکله، هرچی ویدیو لایک بیشتری بخوره یوتیوب این ویدیو رو توی ساجستشن ویدیوهای دیگه، کانالهای دیگه قرار میده و این شکلی بازدید ویدیو بالا میاد. اگر هم در خارج هستین و خواستین کانال رو حمایت بکنید، میتونید از طریق گزینه‌های تانکس و جوین این کار رو انجام بدید. برای دوستانی که داخل ایران هستن و میدونم وضعیت اقتصادی بد هستش، ما یه کانال تلگرامی داریم و این فایلای صوتی این ویدیوها رو من توی اون کانال تلگرامی میذارم برای بچه‌های توی ایران. اینطوری لااقل اینترنت کمتری مصرف میکنن ولی میتونن گوش بدن و بدونن که چه خبر هستش در دنیای کلاب هاوس. دوستانی هم که تازه تشریف آوردن، وقتی که سابسکرایب میکنید لطفا زنگوله رو هم بزنید تا ویدئوی جدیدی که میذاریم نوتیفیکیشنش براتون بیاد. شعار همیشگی ما زنده باد ایران ایرانی با شرف، لعنت به هرچی مزدور و وسط باز و تجزیه طلب، به هر کسی که داره به هر نه به جمهوری کثیف اسلامی کمک میکنه تا دیکتاتوریش ادامه پیدا بکنه. قربونتون برم ایرانی های با شرف که قلبتون برای ایران. چون کامنت بیشتر در حد 1-2 دقیقه است، ولی خب من سعی میکنم خیلی سریع موضوع رو به اصطلاح جمع بکنم. ببینید جناب آقای هاتف صالحی به هر حال یه چهره شناخته شده ای هستند و یکی از مدافعین محترم جمهوری اسلامی هستند که علارغم اینکه از جمهوری اسلامی دفاع میکنن، اکثریت مخالفین و معارضین جمهوری اسلامی نسبت به ادب متانت ایشون یک ارادتی دارم و بنده قلبا ایشون رو هم دوست می‌دارم و بسیار این موضوع حائز اهمیته. بنابراین ای کاش رئیس صدا سیمای ما، ای کاش آقای میر باقری، آقای جلیلی و آقای حسین شریعت مداری که دارن از جمهوری اسلامی دفاع میکنن، یک تار موی هاتف صالحی در وجودشون بود و اینقدر با متانت با سیاست میومدن و حالا در قالب دفاع از جمهوری اسلامی دفاع خودشون رو انجام میدادن و ما حتی آرزوی اینکه افرادی مثل جناب آقای هاتف صالحی در
ساختار قدرت مخصوصا در جبهه انقلابی که گفته میشه به دلمون برامون در نسل ما که چرا واقعا سوال اساسی این امثال آقای عاطف صالحی نباید، این رو خودتون میدونید من آدم متملقی نیستم و با کسی هم شوخی ندارم، اینو از صمیم قلب دارم میگم که کاش به جای این افراد از وجود آقای صالحی استفاده میشد و واقعا میتونست بخش بزرگی از نارضایتی هایی که وجود داره رو با گفتگو با متانت پاسخ بدن. از این موضوع که بگذاریم من اجازه بدید مخالفت کنم با صحبت‌های آقای صالحی، چون حالا من خیلی تعجب کردم آقای صالحی ماشاءالله آخوند نبودن ولی شیوه آخوندی به کار بردند و فرار کردن، به نوعی سر خوردن از انتقادات قبلی بنده که پاسخی نداشتن، حالا میگذاریم و بحث رو بردن در یک جای دیگه در یک ساحت دیگر، حالا ما از این موضوع میگذاریم. ببینید بحث ابتدایی اتاق که جناب آقای مصدق هم اشاره کردن و دوستان دیگه، موضوعیت بحث عقلانیت جمهوری اسلامی بود، اینکه برایند رفتار جمهوری اسلامی غیر عقلانه بوده یا بر چه اساسی تونسته تا کنون ادامه پیدا بکنه این از موضوع بحث خارجه. بله جمهوری اسلامی تونسته تا به امروز ادامه پیدا بکنه با بیکفایتی، با بیعقلی و به هر حال یه دیوونه ای هم بذارید از رودخونه میزنه خودش رو عبور میده، اما عاقلانه نیست. بحث اینجا بود، بنابراین آقای صالحی فرمودن که من یادداشت کردم موضوعاتشونه که پس چطور جمهوری اسلامی تا به اینجا رسیده و اپوزیسیون نمیدونم برنامه ای نداشته، براندازا نتونستن راهکاری رو ارائه بدن، مانیفست شما چه هست؟ اولا خدمت جناب آقای صالحی عزیز عرض بکنم که اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه. اگر بر فرض ادعای شما هم صحت داشته باشه براندازان و معارضین و مخالفین جمهوری اسلامی برنامه ای نداشتند و یا ضعف داشتن به هر دلیلی نتونستن جمهوری اسلامی رو ساقط کنن، جناب آقای صالحی دوست عزیز من، این موضوع نافی عمل کرده جمهوری اسلامی نیست. یعنی شما نمیتونید اثبات کنید چون اپوزیسیون بیکفایت بوده، نمیدونم ضعیف بوده، نتونسته گفتمانی رو مطرح بکنه که مورد مقبولیت اکثریت باشه یا نتونسته اون رو به مرحله اجرا در بیاره، بنابراین عرضم بزرگتون ما برحق هستیم و این دلیلی میشه بر برحق بودن و مشروعیت داشتن جمهوری اسلامی. چنین چیزی از نظر عقلی نه شایسته هست و نه جنابالی در ساحتی هستید که به این موضوع بپردازید. فرمودید در خصوص شرایط منطقه که نمیدونم کشور به این منطقه به این شرایط رسیده، ما همونطوری که جناب آقای مصدق هم اشاره کردن فرمودید ما تونستیم به عنوان یک کشوری که امنیت رو ایجاد کردیم تمام منطقه دچار درگیری و آشوب بوده، ما کشورمون امن بوده. ببینید واقعیت امر اینه که کشور از زمانی که جمهوری اسلامی اومده امنیتش چی بوده؟ اگر امنیت نظامی بوده که شما همون ابتدا 8 سال درگیر جنگ بودید، 200,000 تا کشته دادید، نزدیک 500,000 نفر فقط جانباز و اسیر و به اصطلاح معلول بر روی دستان شما گذاشته، آیا این امنیتی بوده که شما به کشور دادید؟ آیا کشورهای دیگر امنیت نداشتن؟ مثلا عربستان امنیت نداشته؟ بحرین، امارات، کویت، کشورهای دیگر اینا امنیت نداشتن در منطقه؟ فقط جمهوری اسلامی بوده که امنیت رو داشته؟ آیا سیاستی که امروز حضرت عالی میگید که ما به یک تقابلی رسیدیم با اسرائیل، با جبهه نمیدونم غرب یا استکبار اشاراتی داشتید؟ ببینید من از واژگان قرآنی و ادبیاتی استخدام میکنم که زبان رسمی گفتگوی جمهوری اسلامی است، این حکومت اسلامی است دیگه، مبناش قرآن و سیره اهل بیت علیهم السلام. در آیه 195 سوره بقره بحثم عقلانیت، این خیلی موضوع مهمیه، من عادت ندارم خارج از موضوع اتاق صحبت کنم و به حاشیه برم و این موضوع که برخی از دوستان بحث رو به حاشیه میبرن همیشه من رو رنج میده و به همین دلیل آقای مصدق عزیز رو درک میکنم که
تو به اصطلاح تو د تاپیک باید صحبت کرد. حالا چون بحث عقلانیت عرض میکنم، حتی همون عقلانیت دینی که جناب آقای صالحی در فراز قبلی عرایزم بهش اشاره کردم، آیه 195 سوره بقره میگه ولا تقلوا بعیدیکم الا تحلکه، یعنی یک مسلمان، یک کسی که خودش رو مسلمان میداند، نباید با انفاق زیاد، با بذل و بخشش بیش از اندازه خودش رو به هلاکت برسونه. بعد بلا فاصله در سوره 29 اسراء در قرآن خداوند میفرماید ولا تجعل یدک مغلولتا الى عنقك ولا تبسط كل البسط فتقعد ملوما محصورا. یعنی چی؟ میگه شما به مسلمان ها دستور میده که بدون عده و عده جنگ نکنید و برای جهاد مقدمات تهیه کنید، بدون مقدمات و تهیه زمینه و انفاق در راه جهاد جهاد نکنید و شما حق ندارید. این دستور خداوند بر اساس همون آیات قرآن جناب آقای هاتف صالحی، و شما حق ندارید با دست خود خود را به هلاکت بیندازید. اگر در جمهوری اسلامی عقلانیتی وجود داره، اگر آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری به فرموده جناب عالی و دوستانتون، ایشون که به عنوان رهبر جمهوری اسلامی هستن، آیا مکلف اجرای دستور خداوند هستن یا نیستن؟ آیا این حکومت حکومت اسلامی هست یا نیست؟ این دستور خداوند در قرآن دیگه، حدیث و آیه و اینا نیست که بگید که سندش ضعیفه و غیره. آقا سوال اینه، میگه بدون دو دو جنگ نکنید. شما شرایط کشور رو امروز چرا به اینجا رسوندید که با کشوری مثل اسرائیل که قدرت اتمی هست وارد جنگ میشید؟ اسرائیلی که آمریکا پشتشه و بر تمام تحلیلگران و کسانی که واقع بین هستن آشکاره، بر تمام ملت‌های دنیا آشکاره که اگر جنگی بین جمهوری اسلامی رخ بده و آمریکا وارد این جنگ بشه، قطعاً مغلوب این جنگ ایران و جمهوری اسلامی خواهد بود. برای چی آقای خامنه‌ای با چه اذنی، با چه درایتی، با چه عقلانیتی کشور رو به این شرایط رسونده؟ فرمود جمهوری اسلامی مانده و چون مانده است دلیل مشروعیت است جناب آقای عاطف صالحی. من به شما عرض می کنم جمهوری اسلامی مانده به این دلیل که جمهوری اسلامی به دلیل ثروت ایران باقی مونده، یعنی به دلیل اون منابع عظیم نفتی، گازی، منابعی که حکومت رو بی‌نیاز کرده از ملت خودش و اون رو داره می فروشه و برای بقای خودش حفظ میکنه جناب آقای صالحی، به این دلیل مونده، نه به دلیل کفایتی که یه حکمران باید داشته باشه جناب آقای صالحی. اندیشه فرمودید اندیشه جمهوری اسلامی در منطقه موفق بوده، نتونستن یقش رو بگیرن. اتفاقا امروز که یقه جمهوری اسلامی رو دارن میگیرن در منطقه، جناب آقای هاتف صالحی برادر بزرگ بنده، به این دلیل است که جمهوری اسلامی تن به این بحران آفرینی در منطقه داده، ناامن کرده منطقه رو بدون اینکه توجه کنه به منافع ملی کشور. میلیاردها دلار در همین عمق استراتژیک که خودش سالیانه حدود 800 میلیون دلار برای نیروهای مقاومت در منطقه هزینه کرده. 37 میلیارد دلار شما رفتید در سوریه هزینه کردید که آقای بشار اسد بمونه و بیش از 530 هزار نفر کشته شدن که بیش از 70 هزار نفرش زن و بچه و کودک بودن که توسط همین حکومت آقای بشار اسد به همدستی شما در منطقه قتل عام شده. و به همین دلیله که شما در منطقه ناامنی ایجاد کردید امروز یقه شما رو گرفتن. جمهوری اسلامی شما فرمودید دنبال نمیدونم جنگ و اینها نیست، دنبال خرید تسلیحات هست و فلان. شما نگاه کنید جمهوری اسلامی دنبال خرید تسلیحات، نمیتون بهش نمیفروشن. این واقعیت رو شما بهش نمیگید، این رو اشاره نمی کنید. شما 300 رو میخواستید بگیرید، چندین سال جناب آقای هاتف صالحی معطل موندید. آقای مدودوف که سر کار اومد
چقدر جمهوری اسلامی رو تحقیر کرد و این سلاح چیز سامانه دفاعی رو نداد و بعد از برجام آقای پوتین روی کار اومدن و در اوایل دوره دوم آقای پوتین S-300 به ایران تحویل شده بود، تحویل داده شد. جمهوری اسلامی از خداش بود که مثل عربستان بتونه سلاح بخره، هواپیمای نو بخره، اما بهش نمیدن آقای سالی به دلیل همین سیاست‌های منطقه‌ای اشتباهی که در پیش گرفته. بعد شما میفرمایید سیاستاش موفق بوده، بعد میفرمایید چرا شما منتقدین جمهوری اسلامی تمام نوک پیکان حمله خودتون رو به شخص اول کشور و مملکت گرفتید؟ چرا مثلا به رؤسای جمهور حمله نمی‌کنن؟ چرا به افراد دیگه، فقط به شخص آقای خامنه‌ای دارید حمله میکنید؟ به چند دلیل. دلیل اول اینه که آقای خامنه‌ای سکاندار این نظامه. مگه نمیدید که کشتی نظام را آقای خامنه‌ای داره هدایت میکنه؟ طبق قانون اساسی، اصل کلی، اصل اصول کلی که وجود داره، سیاست‌های کلی نظام، سیاست‌های کلی سیاست خارجی کشور دست آقای خامنه‌ایه. چطور امروز ما به آقای خامنه‌ای انتقاد بکنیم مورد هجمه قرار میگیریم، اما همین آقای خامنه‌ای، همین آقای خمینی، همین انقلابینی که هنوز در جمهوری اسلامی شاه فقید رو به اصطلاح ساقط کردن، خودشون به قدرت رسیدن در دوره شاه، همین ها به شخص اول مملکت مگر انتقاد نمی کردن؟ مگر آقای خمینی نمی گفت شاه باید برود؟ مگر تمام انقلابیون نمی گفتن نمیدونم آقای هویدا و آقای آموزگار و غیره اینا همشون پاپتن، همشون دست نشان دستن، اون نفر اصلی شاه مملکته و تمام سیاست ها رو شاه داره تبیین میکنه؟ خب چطور اون روزی که این آقایون خودشون مبارزه میکردن، خود مقام معظم رهبری مبارزه میکرد، شاه رو مسئول میدونست؟ امروز همین ملت، همین نسل بعدی که ماها باشیم با آقای خامنه ای انتقاد میکنیم، نقض غرض میشه؟ و عرش کبریایی حضرت آقا نباید خدشه ای وارد بشه جناب آقای صالحی عزیز؟ آیا آقای پزشکیان و خاتمی رو شما فرمودید؟ من به آقای مهدی نصیری اشاره کردم در این گفتگو که بنده کامل هم گوش کردم، بسیار گفتگوی خوبی هم هست. از همه عزیزان تقاضا میکنم این لینکش رو فکر کنم آقای مصدق بالا گذاشتن، برنامه چهارراه دنبال کنن و من درود میفرستم به که حداقل یه بخشی از واقعیت رو به اصطلاح آشکار کردید با صحبت‌های تندی یا سوالات تندی که از آقای نصیری و مهمانان دیگرتون پرسیدید. ایشون میگه خب آقای پزشکیان و خاتمی مگر کارگزار این حکومت نبودن؟ جناب آقای صالحی جوری میگید که مثلا پزشکیان اومده انگار مثلا مجید رسولی یا شاهزاده رضا پهلوی یا یک چه میدونم منتقد جدی جمهوری اسلامی از خارج از ایران بلند شده اومده رفته داخل ایران مثلا در انتخابات شرکت کرده و تونسته رئیس جمهور بشه؟ اینا که به چارچوب و ساختار جمهوری اسلامی عرضم بزرگتون اعتقاد داشته، مگر از خارج اومدن که شما این رو به عنوان دستاورد میزنید تو سر ما؟ آقای خاتمی خدمتی که به آقای خامنه ای، احترامی که به آقای خامنه ای گذاشت، به زرس قاطع عرض میکنم. حتی آقای رئیسی هم انقدر احترام به آقای خامنه ای نذاشت که آقای خاتمی گذاشت، علارغم اینکه دیدگاه های آقای خاتمی بسیار متضاد بود نسبت به دیدگاه رسمی و اون جهتی که آقای خامنه ای در دوره خودش در دوره اصلاحات داشت. ولی ما ندیدیم یک بار آقای خاتمی در طول این سالها بی احترامی یا بی حرمتی خاصی به آقای خامنه ای بکنه. اما پاسخش چی بود؟ پاسخ آقای خامنه ای چی بود جناب آقای هاتف صالحی؟ شما آقای خاتمی رو خارج از کارگزار جمهوری اسلامی میدونید؟ بعد میفرمایید مدینه فاضله یا یوتوپیایی که شما میخواید چیه؟ به ما ارائه نمیدید. آقای هاتف صالحی، ما نه مدینه فاضله میخوایم. این شعار شما بود، این شعار شما بود که میخواستید در 57 وعده میداد آقای خامنه ای که ما میخوایم
هم دنیای شما رو آباد کنیم، هم آخرتتون رو. مدینه فاضله رو شما میخواستید برای ما اجرا کنید، شما میخواستید همون حکومت علی ابن ابی طالب رو در ایران مستقر بکنید، شما میخواستید حکومت پیامبر رو در ایران مستقر کنید. در حکومت علی میگفتن آقای بهشتی سخنرانیش هست جناب آقای عاطف صالحی عزیز، سخنرانی آقای بهشتی وجود داره، میگه در حکومت علی یک یهودی میتونه بره از خلیفه مسلمین شکایت بکنه. مگر نگفت آقای بهشتی؟ مگر در تاریخ نیست؟ مگر در منابع و منابع تاریخی ما نیومده؟ آیا امروز این حکومت حکومت علیه؟ عرض کردم در فراز قبلی 14 نفر نامه می نویسن به آقای خامنه ای که آقا ما انتقاد داریم، استعفا بده. شما چی کار میکنه این حکومت باهاش؟ اونا رو میبره زندانی میکنه، با داغ و درفش باهاشون برخورد میکنه. خانم فاطمه سپهری کجاست؟ چرا در برابر اینها شما سکوت میکنید و قلب واقعیت میکنید جناب آقای عاطف صالحی عزیز؟ آقای کروبی رو شما میگید که این آدم ضد انقلاب، نمیدونم طغیان کرده، باقی بوده، اما وقتی که ایشون میاد رأی میده جمهوری اسلامی باهاش کاری نداره، چون خود آقای کروبی بچه نظام خودش میدونه. چرا این همه آدمی که خطا کردن یک بار جمهوری اسلامی، اونایی که در دایره انقلاب نبودن و انقلابی نبودن، اونها رو مورد بخشش قرار نداد؟ حتی تبعیض قائل شدید در بین مخالفین خودتون. بعد هم میفرمایید عقلانیت در جمهوری اسلامی بوده؟ کدوم عقلانیتی بوده آقای عاطف صالحی؟ برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی چه عقلانیتی میتونه داشته باشه؟ آقای نامور حقیقی دوستان فرمودن در این اتاق، ایشون میگه از سال نمیدونم 80 دهه 80 به این بعد، در طول 20-25 سال گذشته، بیش از 2000 میلیارد دلار هزینه عدم و نفع و مستقیم این برنامه هسته‌ای بوده. آیا آقای خامنه ای یا ساختار جمهوری اسلامی، اهم از مجلس، اهم از ریاست جمهوری، خود رأس هرم آقای خامنه ای از مردم پرسیدن که ما میخواییم این برنامه رو شروع کنیم با این هزینه؟ آیا شما موافق این قضیه هستید یا نیستید؟ ممکنه شما در روزهای گذشته شنیدم فرمودید که نمیدونم در ایالات متحده آمریکا اونا میخوان برن جنگ کنن، یه کاری بکنن، آیا اینا میرن اجازه میگیرن، فلان میکنن؟ نه، ولی ساز و کاری وجود داره که اگر اون سیاست رو ادامه دادن، کشور به قهقرا رفت، اوضاع مردم بد شد، مردم با انتخابات آزاد میتونن جلوی این قضیه رو بگیرن، که در جمهوری اسلامی این موضوع نیست. شما تمام راه‌های انتقادی رو به روی ملت بستید. گیریم که اصلا اپوزیسیون هیچ برنامه‌ای نداره، گیریم اصلا اپوزیسیون همه مزدورن، گیریم اپوزیسیون تماما جاسوس و مزدور اسرائیل و آمریکا و بیگانه هستن. این نافی مسئولیت آقای خامنه‌ای و حاکمیت نمیشه. آیا کسی که یک ایرانی که میگه آقا من یک زندگی حداقلی میخوام، من یک سرپناهی برای زن و بچه‌ام میخوام، یک زندگی نرمال میخوام، این که ثبات داشته باشه اقتصاد، این که ثبات داشته باشه زندگی من، بدونم که امروز میتونم برای فردا، برای یک ماه دیگه، دو ماه دیگه تصمیم گیری کنم، شما کشور رو بی ثبات کردید به گونه ای که شب بخوابید الان پنج روز پیش اگر شما $1000 پول دلار خریده بودید الان 7 میلیون تومان سود کرده بودید. این چه ثباتیه؟ این مدینه فاضله است؟ ما آزادی رو پیشکش کردیم جناب آقای عاطفی صالحی، استقلالمون هم پیشکش کردیم که به روسیه و به چین و اینها فروختید. چه عقلانیتی در این جمهوری اسلامی وجود داره وقتی که دو تا قرارداد مهم به نام این ملت نوشته شده و محرمانه است و ما نمیدونیم مفاد قرارداد 25 ساله ایران با چینه، با چین چی هست؟ قرارداد امنیتی چه میدونم کلی که با روسا بستیم چیه؟ چه عقلانیتی در این حکومت وجود داره؟ ما را به خیر شما امیدی نیست، شر مرسانید آقای عاطف صالحی، آقایانی که در جمهوری اسلامی صدای من رو میشنوید. ما نیازی به خیر و دیگه نه دنبال آزادیم، نه دنبال چیزی هستیم. ما میگیم آقا ایران رو حفظ کنید، دست از آتش افروزی بردارید،
به ترک مخاصمه بیانجامید. فکر کنید چطور میتونید ایران رو حفظ کنید، و اگر هم شجاعتش رو دارید، اگر پاسخی دارید که ندارید، در تمام شاخصهای امروز شما قافیه رو باختید. جناب آقای صالحی، آقایان جمهوری اسلامی، حداقل شهامت داشته باشید بیاید با منطق، بیاید در کنار مردم پاسخ این ملت رو بدید. اندازه همین هاتف صالحی ارزه داشته باشه آن آقایین از بیوتشون بیان بیرون، از دفتراشون، از ماشینای آنچنانیشون، از کنار محافظانشون بیان بیرون، بیان در شبکه‌های اجتماعی، در جاهای دیگه پاسخ این مردم رنج دیده رو بدید. بنابراین عرضم رو جمع‌بندی میکنم. جناب آقای مصدق، آقای عاطف صالحی، من این صحبت هایی که کردید بیشتر دیدم که شما زبان شما انگار زبان آقای میرباقریه، زبان آقای سعید جلیلیه، و در یک قالب دیگر، در یک قالب منطقی تر. یک مقدار تعقل کنیم و بحث عقلانیت شما این پاسخ ها رو نه به من مجید رسولی که کسی نیستم، به تاریخ بدید. جناب آقای عاطف صالحی، این پاسخ رو به دیگران بدید. اگر عقلانیتی وجود داره، در اون صدا سیما رو گل بگیرن. این که دیگه در دست آقای خامنه ایه. شما انتقاد میکنید، دوستان مثلا یه جوری میگن که مثلا صدا سیما اینجوریه زیر نمیدونم نظرات مقام معظم رهبری کار نمیکنه، کلی انتقاد میکنید بهش. خب مگه صدا سیما دست آقای خامنه ای نیست؟ مگر رئیسش ایشون منتسب نمیکنه؟ بردارن آقای چیه رئیس صدا سیما رو، جبلی رو بردارن، اجازه بدن ماها کش پیشکش. همین آقای عاطف صالحی که تازه مدافع انقلابه، در همون صدا سیما جایگاهی نداره، اصلاح طلبا جایگاهی نداره. ما براندازا رو اصلا فراموش کنید. شما برید داخل صدا سیما رو بگیرید، بذارید اینا مناظره کنن. چرا این اتفاق رخ نمیده؟ شما حتی یه صدا سیما رو نمیتونید انتقاد کنید از آقای خامنه ای که مسئولیت مستقیمش با آقای خامنه ایه، چون ایشون اون رو منصوب کرده به اونجا. مسئول یعنی چه آقای صالحی؟ مسئول یعنی کسی که از او سوال میشه. و در اسلام به کسی میگن مسئول که بر امور عامه مردم حکمرانی میکنه، حاکمه، او یعنی مسئول. من بتونم برم از علی ابن ابی طالب سوال کنم، بگم تو که خلیفه هستی، بیت المال رو داری چیکار میکنی؟ چرا اینگونه حرف میزنی؟ که اصلا بحث تاریخی نمیخوام بکنم، که میره خود علی میگه بابا بری به منتقدین من از بیت المال پول بدید که بتونه زبان برایی داشته باشه از من انتقاد کنه. امروز ما شما کشور رو به قهقرا بردید، زبانها رو بریدید، ملت رو کردید با داغ و درفش در زندان. آقای عرضم بزرگتون تاجزاده چرا باید در زندان باشه؟ به چه جرمی؟ آیا کسی که حرف میزنه، من مخالف تفکر آقای تاجزاده هستم، اما اگر کسی که حرف میزنه آیا جایگاهش زندانه؟ جناب آقای صالحی، ما نتونستیم مدینه فاضله رو ایجاد بکنیم چون در قدرت نبودیم. شما که در قدرت بودید، آیا تونستید حتی یک جهنم مطلوب برای این ملت درست بکنه جمهوری اسلامی؟ شما پاسخ بدید آقای عاطف صالحی عزیز. بحث رو عوض نکنید، استدلال بیارید، منطق داشته باشید، بپذیرید. حرف درستی فرمودید که باید بپذیریم و نتیجه گیری نمی کنیم. بپذیرید. چرا واقعیت رو نمی خواهید بپذیرید که تفکر شما، گفتمان شما، انقلاب شما شکست خورده و نتونست به اون آرمان های خودش دست پیدا بکنه؟ چند سال دیگه، چند قرن دیگه شما می خواهید برید؟ شما کارنامتون مثل بچه که کارنامه شده 8 معدلش، تجدید شده، ولی شما میگید نه معدل ما خوبه چون رفیق بغلی معدل شده 5. بابا شما مشروع شدید، تجدید شدید، رفوزه شده جمهوری اسلامی. آقای عاطف صالحی،
بنابراین باید بپذیرید با واقعیات روبرو بشید. اگر نپذیرید، واقعیت و طبیعت منتظر تصمیمات شما نمیمونه و مطمئن باشید که روزی میرسه که دیگه شما فرصتی برای جبران نخواهید داشت. من خیلی سپاسگزارم، عذرخواهی میکنم یه مقدار هم طولانی از شما بسیار عصبانی شد بعد از 17 دقیقه من چنین وقت گرفتم. آقای صالحی درود بر شما، 17 دقیقه از آن شماست. ممنونم بچه‌ها. آقای قندی هم اومدن خدمت آقای قندی هم عرض ادب دارم که حالا من خیلی خلاصه میگم بعد در خدمت آقای احسان باشیم. من مجدد خدمت همه دوستان و عزیزان عرض سلام ادب دارم. حضور شما عرض شود من با برخی از بحثای آقای رسولی که به درستی اشاره کردند با نطق شیوا و رسا و برخی از استدلالایشون من موافقم. به قول مولانا میگه آن که گوید جمله حقند احمقی است، وان که گوید جمله باطل او شقی است. لذا صفر و یکی که نباید دید. یعنی منی که الان دارم با آقای رسولی مهاجم میکنم قرار باشه صرفا خودم رو حق بدونم و آقای رسولی رو خدا نکرده باطل، خب این که اصلا خلاف مروته. یکی از شیوه های مناظره امام رضا علیه السلام هم میگن این بوده که ماها عادت داریم موقعی مناظره میکنیم عرض میکنم ما میشیم حق، طرف مقابل میشه باطل، ما میشیم مؤمن، طرف مقابل میشه شقی. لذا حرف منطقی هم طرف بزنه ما نمیشنویم. اصلا به روی خودونم نمیاریم، وزنی هم بهش نمیدیم. اما میگن امام رضا علیه السلام رویش این بود که در اثنای مباحثه و مناظره اونجایی که میدید استدلال طرف مقابل استدلال منطقیه میگفت وایسا، صبر میکنم، میگفت من با این تیکه حرف تو موافقم، اینجا تو منطقی گفتی، اینجا درست گفتی، اینجا استدلال درسته. حالا ادامه میدیم، دوباره هر جا حضرت میدید که طرف مقابل داره منطقی صحبت میکنه میپذیرفت و تصریح میکرد و تاکید میکرد، بهش وزن میداد. لذا نکتم اینه که من اینو اول بگم که جوری نشه که مخاطبین فکر کنن که الان استدلال های درست آقای مجید رسولی مورد نقد عاطف صالحی، نه این که منطقی نیست که. نکته بعدی این که مثال من با از آخر میام اول، آقای من تعجب میکنم از آقای رسولی. آقای رسولی میگن که برای بحث هستی من عرض کردم، گفتم دشمن دنبال اینه که نقاط قوت ما رو تبدیل به نقاط چالش آفرین کنه. انرژی هستی ما رو، توانمندی موشکی ما رو، توانمندی پهبادی ما رو، حضور منطقی و عمق ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی رو جوری وانمود کنه که انگار اینها نقاط اینها منجر به بیچارگی مثلا مردم شدن در حوزه معیشتی، مثلا اینها کشور رو به عقب روندن. بعد آقای رسولی میان میگن که جمهوری اسلامی برای مثلا ساخت زیر ساخت های هسته‌ای خودش کجا رفته از مردم سوال کنه؟ میخواست موشک بسازه کی از مردم پرسید مردم آیا من موشک بسازم یا نه؟ من تعجب میکنم از آقای رسولی. شما کدوم حاکمیت رو پیدا میکنید که برای مباحث امنیتی و دفاعی خودش یک شوخی با کسی داشته باشه، دو اینکه از مردم نظر خواهی کنه، رفراندوم بذاره که مردم اصلا شما چرا اینو میگید؟ شما یه کشور میخواد در آمریکا وارد جنگ شد با عراق، لشکرکشی کرد به افغانستان، از مردمش سوال کرد که مردم آیا اجازه میدهید ما مثلا میلیاردها دلار از
سرمایه شما رو میخوایم خرج مثلا لشکرکشی به خاورمیانه کنیم، مردم میپذیرید یا نه، میپسندید یا نه؟ در حوزه امنیت ملی با کسی شوخی ندارن. شما بحث خود اسرائیل هم یکی از اصلی ترین شاخص‌های امنیت ملی آمریکا محسوب میشه. شما تو دقیقاً ذکر میکنه تو اسناد بالادستی، یعنی تو سند امنیت ملی آمریکا که دولت‌های مختلف میان و مبتنی بر اون پیش میرن، دقیقاً ذکر میشه آقا اسرائیل خط قرمزه، امنیت اسرائیل یعنی امنیت ما. یعنی نگاه آمریکا نسبت به اسرائیل نگاه امنیت ملی است، شوخی هم با کسی ندارن. در چه تاریخی آقای رسولی رفراندوم برگزار شد و آمریکا از مردمش پرسید که آیا اجازه میدهید، آیا میپسندید که ما اسرائیل را به عنوان یکی از پارامترهای امنیت ملی خودمان در نظر بگیریم یا نه؟ مردم مثلا 60% گفتن آری، 40% گفتن خیر. شما کدوم کشور رو، کشور غربی رو میتونید مثال بزنید که بیاد شیوه حکمرانیشو به رأی مردم بذاره؟ آقای مهدی نصیری تکیه داد روی مبل و فرمودن که روی آلو صندلی، فرمودن که جمهوری اسلامی اگر واقعا مثلا توانمند و نمیترسه و الی آخر، بیاد رفراندوم بگذاره. من سوال کردم رفراندوم چی؟ سوالش چی باشه؟ حاکمیت بعدی رو و حکومت بعدی رو و نظام آینده، نظام سیاسی آینده ایران رو به رأی مردم بذاره. عجب، آقای رسولی هم همین حرفو میزنن. خب این بر اساس چه منطقیه؟ آخه کدوم کشور و کدوم حاکمیت و کدوم دولت میاد اصل و اساس خودش رو به رأی مردم بذاره؟ یک مثال آقای رسولی بزنن، کل استدلال های ایشون من میپذیرم. یک مثال بزنن که یک مثال کاملا انضمامی باشه. در طول تاریخ وجود نداره همچین چیزی. یعنی بعضی وقتا یه صحبت هایی میشه، یا مثلا نمیدونم جمهوری اسلامی چرا مثلا فرض کنید از مردم سوال نمیپرسد آیا مردم میخواهید ما به لبنان کمک کنیم یا نه، آیا میخواهید ما به غزه کمک کنیم یا نه. آخه اصلا منطقی به نظر نمیرسه، منطقی به نظر شرش اصلا کاملا غیر منطقی است، عوام فریبانه است، پوپولیستی است. آقا هر کشور، آقا مردم، من دارم کشورهای دموکرات رو دارم عرض بود کشور، یعنی حکومت‌های اصلا لیبرال دموکراسی دیگه، دیگه مدینه فاضله خیلی حضرات. آقا در کشورهای سوسیال دموکرات اصلا، شما یه مثال بزنید در بین کشورهای سوسیال دموکرات، کشورهای لیبرال دموکرات، که بیان مثلا به مردم بگن مردم ما میخواهیم در حوزه سیاست خارجی فرض کنیم با فلان کشور میخواهیم ارتباط بگیریم، با فلان کشور میخواهیم یه مقدار حالا بریم تو زاویه، مردم اجازه میدهید ما برویم تو زاویه یا نه؟ اصلا مضحکه، اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه، اصلا فلسفه حکمرانی زیر سوال میره. یک حاکمیت مستقر شده، مردم به این حاکمیت رأی دادن و شاهدها و شاخصی هم وجود داره که این حاکمیت آیا حاکمیت مشروعی است یا نیست. چه شاخصهای غربی و چه شاخصهای حالا بومی، چه شاخصهای جهانی و چه شاخصهای بومی. آقا وجود داره هر حاکمیتی، آقا یه شاخصهایی براش وجود داره که آقا از دید ما مردم با ما خوبن یا مردم با ما بدن، مردم ما رو میخوان یا نمیخوان، مشخصه. نکته بعدی این که بازم عرض میکنم، میگم آقای مجیدن رسولی، باز هم عرض میکنم مثل مثلا آقای مهدی نصیری، بیان نظام مسائلشون بیان شیوایی است، جذابه. آقا ببینید مردم، خب مردم دارن میبینن، به عینه دارن لمس میکنن. مردم ببینید الان
دلار چند شد، روز به روز داره افزایش قیمت پیدا میکنه. شما ببینید نمیدونم وضعیت فیلترینگ و شما وضعیت عفاف و حجاب رو ببینید، تو هر عرصه یه سری نظام مسائل وجود داره که مردم دارن با پوست و گوش و استخون دارن درکش میکنن. اما اصلی ترین سوال که آقای مجیدی پاسخ ندادن و به من میگن، آقای مجیدی میگن سالی داره تفره میره، خود ایشون هم مغلطه عجیب و غریبی به کار بردن و به سوال اصلی من جواب ندادن. سوال اصلی این آقای مجید رسولی توصیف وضع موجود شما، من با شما همراه هم، اما حل مسئله شما چی میشه؟ اصلا شما بگین جمهوری اسلامی غیر عقلانی، غیر مشروع، غیر مقتدر، تهش چی؟ تهش آیا شما جایگزین معقول، مشروع و مقتدری برای جمهوری اسلامی الان در نظر داری؟ پشت دروازه تهران انوشیروان عادلی الان نشسته و منتظره که مردم تهران و مردم ایران ازش خواهش کنن فرش قرمز براش پهن کنن. بحث ما اینه که آقا یک سیستمی در بهمن 57 بر سر کار اومده که قبل از اون رهبران این سیستم و هادیان این سیستم تجربه حکمرانی نداشتن. ما 10 سال از این 40 سال رو درگیر جنگ بودیم دوستان، بعد از اونم درگیر بحران‌های مختلف، تحریم‌های مختلف. فرصت مقتنم مهیایی برای اینکه بگیم آقا حالا بیاییم برنامه‌های توسعه رو تدوین کنیم بر اساس این الگوهای توسعه و پیشرفت پیش بریم نداشتیم واقعا. هی هم درگیر چپ و راست شدیم، یکی اون می‌خواست اصلاح‌طلب می‌خواست اصولگرا بزنه، اصولگرا اصلاح‌طلب، درگیر کارهای حزبیه. بعد خوردی به 88، بعد از اون کشور ببینید درگیر چه ماجرایی شد. ما فرصت نداشتیم. نمی‌خوام توجیه کنم، می‌خوام بگم شما یه جمهوری اسلامی که 40 سال سابقه حکمرانی داره، شما داری مقایسه‌اش می‌کنی با یه تمدن 400 500 ساله. این ظالمانه است. و بعد از اون سم مقایسه میکنی با کشورهای حوزه خلیج فارس که هیچی از خودشون ندارن، همه سرمایه‌گذاری خارجی است. شما ببینیم ماتیر محمد راجع به بحث اون بیچارگی که اواخر دهه 90 سر کشورهای آسیا شرقی اومد و سر مالزی اومد، شما ببینید چه صحبتایی میکنه. یک شبه میگه کل سرمایه‌گذاری خارجی پدر ما رو در آوردن، بحران اقتصادی که بهش دچار شدن اون که شوخی که نیست. الان هم نکته اینه، بله بر اساس ظواهر سوال اساسی اینه آیا جمهوری اسلامی نمیتوانست مثل امارات و قطر بشه؟ آقای رسولی جمهوری اسلامی الان نمیتونست مثل مالزی بشه؟ اراده میکرد یک شبه تبدیل به مالزی و امارات میشه، از اونم جلو میزد. ظرفیتی که ما داریم اونا دارن، ظرفیت اقلیمی، ظرفیت نیرو انسانی، ظرفیت سوغل جیشی، ما کم مگه ظرفیت داریم از این منظر؟ واقعا ایران دنیای ظرفیت هاست، متاسفانه اکثرا شدن ظرفیت های بالقوه. ولی بحثم چیه؟ بحثم اینه که یه زمان یادتونه که بحث ژاپن اسلامی مطرح شد، آیا جمهوری اسلامی اصلا میخواهد به اونجا برسه یا نه؟ بحث اصلی اینه، یعنی اصلی ترین بحث ما اینه. بعضی وقتا شما یه بحثایی رو میگیری که اصلا عرض میکنم اصلا سالب به انتفاع موضوعه. لذا عرضم به درازا کشید، خلاصه کنم و نقطه بذارم. من نگاه همینه، من میگم با تمام مسائل و مشکلاتی که ما همه بهش واقفیم، بنده صالحی هم بهش واقفم در حد وسع و بضاعت خودم بر اساس ادراک خودم، این میتونه خیلی مخدوش باشه و خیلی مشکلدار باشه، اما نکتم اینه که من عاطف صالحی میگم یک سیستمی بر سر کار اومده، یقینا اصلاح این سیستم منطقی تر از براندازی این سیستمه.
یقینا جوانان و نوجوانانی که الان اومدن وارد ساختارهای مدیریتی شدن، نگاهشون با مدیران قدیم از زمین تا آسمونه تفاوتش. نسل امروزی الان دارن میان بر سر کار و بر مصدر امور دارن تکه میزنن. شما شک نکنید که 10 سال دیگه، 20 سال دیگه اصلا اندیشه مدیریتی کلان کشور با زمانی که الان من دارم با شما صحبت میکنم از زمین تا آسمون متفاوت خواهد شد. خب وقتی ما میدونیم که این ظرفیت نیروی انسانی به طور بالقوه وجود داره و اینقدر نخبگان و زبدگان و اندیشمندان وجود دارن، آقای نصیری هم بهش واقف بود. آقای نصیری میگه که آقا مسئله اینه که تو کشور نخبه وجود داره، زبده وجود داره، حاکمیت توان استفاده. منم با ایشون موافقم. اینجا واقعا ضعف بزرگی حاکمیت داره. یه جایی حلقه‌های بسته مافیایی، قبیله‌ای، خانوادگی میان بر سر کار، اصلا استفاده نمی‌کنه از ظرفیت‌های کلان کشور. ولی بحثم چیه؟ میگم قطعاً می‌شود این چرخه معیوب رو ما اصلاح کنیم. می‌شود ما گردش نخبگان رو در طول حالا سال‌های آینده بیایم به زور از نظام بخوایم که مجبور بشه این به این چرخشه و گردش نخبگان بها بده و تمکین کنه به بحث نخبگی و زبدگی. اگر این اتفاق بیفته آقای مجید رسولی، شما شک نکنید که این ساختار و این نظام، عرض میکنم شروطی داره ها و اصلی ترین شرطش اینه که آقا بها بده به مردم، گوش شنوا داشته باشه در برابر انتقادات، در برابر اعتراضات، مقاومت نکنه در برابر تغییرات. اینها رو که من میپذیرم، با شما همراه هم، ولی میخوام بگم آقای مجید رسولی و دوستان، بلا شک هزینه براندازی به مراتب بیش از هزینه اصلاح سیستم و ساختاره. بلا شک ضمانت اجرای اصلاح به مراتب بیش از ضمانت اجرای براندازی است. نکته اینه که آقا بلا شک امیدواری نسبت به وضع موجود و نسبت به آینده بسیار 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 عقلانی تر از امید داشتن به حالا نمیدونم یک جنگ خارجی، برانداز خارجی، اپوزیسیون خارج از کشور به مراتب عقلانی تره. از این مثلا میخوام بگم من با تمام مباحث آقای رسولی که تیکه تیکه و جزئی دارن به مسائل نگاه میکنن، بسیارم درمندانه، من کاملا با ایشون همراه هم، اما با نتیجه گیری ایشون به طور 100% بنده مخالف. عرضم تمام. والا دیگه آقای صالحی تشریف بردن، ولی خب چون یه سری نکاتی رو گفتن من خیلی کوتاه بگم و دیگه رفع زحمت کنم از حضور جنابعالی و همه عزیزانی که ما رو شنیدن. اولا یه تشکر ویژه از شما بکنم جناب آقای مصدق عزیز که این اتاق بسیار خوب رو برگزار کردید. خیلی سپاسگزارم، علی‌رغم این که سالت هم داشتید و تا این موقع شب به وقت ایران حضور داشتید، سپاسگزاری بکنم. ببینید آقای صالحی گفتن من از پاسخ فرار میکنم، همه شما دیگه پاسخهای من رو شنیدید. ایشون اتفاقا جناب آقای صالحی از پاسخ فرار کردن و زمینه بازی رو چند بار تغییر دادن، یعنی اون سوالاتی که دفعه اول گفتن کاملا متفاوت با اون چیزی که الان بیان کردن. کلی هم اگر استفاده کردن، برای من خیلی جالبه. اگر گفتن اگر از این ظرفیت ها استفاده بشه، اگر فلان بشه، یاد سخنرانی تمام رؤسای سابق جمهوری اسلامی یا اسبقش افتادم که همشون می اومدن می نشستن و جوری حرف می زدن انگار مثلا مسئول نیستن. اگر این اتفاقای رئیسی مثلا میگفت اگر ما این کار رو بکنیم فلان، خب بکن دیگه، تو دیگه رئیس جمهوری دیگه، با اگر و اما که دیگه نمیتونی کار بکنی. ما انقلاب کردیم که اگرها نباشه، اگر بنابود اگرها باشه چرا انقلاب کردید؟ اون موقع هم میگفتید اگر شاه این کار رو بکند، اگر نمیدونم کسی دیگر این کار رو بکند.
هویدا این کار رو بکند یا افراد دیگر، خب هم موقع دیگه نیازی به انقلاب. ما اگر به خاطر اگرها انقلاب کردیم که به بایدها تبدیل بشه. 45 سال گذشته و میان میگن اگر جمهوری، اگر نمیدونم از ظرفیت جوانان استفاده کنیم، اگر فلان کنیم. دیگه جوانی باقی مونده الان که شما از ظرفیتش استفاده بکنی؟ یعنی الان این پیک جمعیتی دهه 60 که 10 سال پیش اوج جوانیشون بود، شما نتونستید از این جمعیت جوان بی سابقه‌ای که در تاریخ ایران وجود داشت، از ظرفیت عظیمی که میتونست انقلاب بزرگی در اقتصاد، فرهنگ، اجتماع در تمام حوزه انجام بده، این به اصطلاح سرمایه عظیم رو آتش زد آقای خامنه‌ای و جمهوری اسلامی، از این فرصت استفاده نکرد. نیروی جوان عمدتاً آموزش دیده، بعد شما هنوز انتظار دارید کشوری که رشد نرخش زاد و ولدش الان داره منفی میشه، با کدوم جوانها در آینده میخواید برید ایران رو آباد کنید؟ کشوری که رو به پیری میره و 20 سال بعد ایران با بحران کهنسالی چیز میشه و حدود 40% از ظرفیت جوانهای اون دوره باید صرف این بشه که ما دهه 60 ها یا دهه 70 ها که دیگه پیر شدیم رو رفع و رجوع بکنه. بعدم راجع به آمریکا هم اشاره کردن که مثلا آمریکا یا میاد در قبال جنگ کردن، ساخت سلاح یا اینا به سلاح یا کمک کردن به کشورهای دیگه، نظرسنجی یا رفراندوم یا انتخابات بگذاره. قطعا این کار رو نمیکنه. ما به هیچ وجه مخالف کمک کردن به هیچ کشوری نیستیم. ما مخالف قدرتمند شدن کشورمون نیستیم. ای کاش ایران 100 تا بمب اتم بسازه، ای کاش ایران بتونه به کل دنیا کمک بکنه. ولی فرق آمریکا با جمهوری اسلامی اینه که آمریکا اول یه حداقل رفاهی رو برای تمامیت شهروندانش ایجاد کرده و بعد رفته ارزم بزرگتون به کشورهای دیگه کمک کرده. رفته الان به اوکراین میلیاردها دلار کمک میکنه، به مصر سالیانه حدود 5-6 میلیارد دلار کمک میکنه، به پاکستان 2 میلیارد دلار کمک میکنه. کسی هم در ایالات متحده آمریکا معترض نیست، به خاطر اینکه اصلا اهمیتی نداره. وقتی تو رفاه رو برای کشور خودت به دست بیاری، مردمت راضی باشن، دیگه اصلا مردم نمیان اونجا. شاید 1%, 2%, 10% دخالت بکنن، بگن این کارو بکن یا نه، ولی قاطعیت مردم اصلا کاری به سیاست خارجی ندارن. کما اینکه امروز شما در آمریکا میبینید همین اتفاق افتاده و به راحتی آمریکا به همه جا کمک میکنه، میره کارهای کسی دخالت نمیکنه، به اون مفهوم اعتراضی هم نداره، چون اون حداقل رفاه رو داره. خیلی هم جالب، آقای صالحی جوری از من راهکار میخواستن انگار که مثلا من گند زدم به کشور، یعنی ما مسئول ناکارآمدی این حکومت هستیم. نخیر جناب آقای صالحی و دوستان انقلابی، جمهوری اسلامی مسئول این ناکارآمدی است و باید خودش حل کنه معضلات خودش رو. شما راهکارش رو از من میخوای؟ اگر فرمودن ما، ایشون فرمودن که در اوایل انقلاب روحانیت نمیدونم تجربه نداشت، ما اومدیم. خب اگه تجربه نداشتید بیجا کردید اومدید انقلاب کردید. مگر در اسلام نمیگه، پیامبر نمیگه کسی که کاری رو بلد نیست شرعاً حرامه بری به عهده بگیری؟ آقا الان من یه کاری رو بلد نیستم، مثلا برق کاری بلد نیستم، بیا ملکی بگم برق کارم، برم خونه مثلا آقای مصدق و کلن برقش رو نابود کنم و آتش بکشم، بعد بگم خب چون بلد نبودم آزمون رو خطا کردم. اصلا این دستور قرآن، دستور پیامبره که به کاری که بلد نیستی نباید انجام بدی و حرام شرعیه. استفتا کردن از خود آقای خامنه‌ای، از خود آقای خامنه‌ای استفتا کردن، پرسیدن آقا مسئولی اگر صلاحیت نداشته باشه، تخصص اون حوزه نداشته باشه، مسئولیت رو قبول کنه چه حکمی داره؟ خود آقای خامنه‌ای گفتن این از لحاظ شرعی حرامه و نباید بپذیره این رو. خب سوال، چرا آقای خمینی و روحانیت اگه بلد نبودن چرا اومدن انقلاب کردن و مسئولیت پذیرفتن؟ بی جا کردن این کار رو کردن که مرتکب گناه شدن، هم یک ملتی رو به خاک سیاه نشوندن. مسئله اینجاست که بعد آقای صالحی عرضم بزرگتون اینو حس میدونه، چون بلد نبودن پس حالا
آزمون و خطا کردن دیگه ما باید تمکین کنیم و اینو. بعد مسئله بعدی اینه که عرضم بزرگتون آقای نامور فرمودن که 2000 میلیارد دلار هزینه برنامه هسته‌ایه، اما یه نفر نیست که بگه خب هزینه ماندن جمهوری اسلامی چقدره، چقدر باید دیگه هزینه بدیم، چند هزار میلیارد دلاری ملت هزینه بدن که جمهوری اسلامی باقی بمونه. آقای صالحی فرمودن که ما باید صبر کنیم، اگر 1% نمیدونم امید داشتیم انشالله کشور خوب اوضاع خوب میشه، ولی واقعا اینه که من بینی و بین الله صادقانه صمیم قلبم میگم، حتی اگر 5% اعتقاد داشتم با ماندن جمهوری اسلامی با اصلاحات این حکومت اصلاح میشه اوضاع مردم بهتر میشه، والله نمیومدم تو جبهه براندازی، حتی 5%. ولی واقعیت اینه که با موندن جمهوری اسلامی نسلها از بین رفته. تمام جوانان ما، آقای حاتف صالحی داره میگه جوانان در ایران کاری بکنن، الان تمام اکثر نخبه‌های ما الان خارج شده. خسارت خروج نخبگان از اول انقلاب تا کنون یه رقمی حدود 150 میلیارد دلار خسارت مستقیم خروج نخبگان به ایرانه که این دیگه غیر قابل جبران. الان بانک ژنتیکی نخبگان ایران روز به روز داره کاهش پیدا میکنه به دلیل اینکه نخبگان میرن کشور دیگه، دیگه بر نمیگردن، همونجا میمونن، زاد و ولد میکنن. زاد ژنتیک هم ایرانی ها رفته رفته ممکنه 50 سال بعد 100 سال بعد ما خنگ‌تر بشیم و به دلیل نبود ژن‌های نخبه هی داره بانک ژنتیکمون تضعیف میشه. بعد با این روند تخریبی چه امیدی به آینده واقعا وجود داشت میتونیم داشته باشیم؟ فرمودن که سرمایه گذاری خارجی، مثلا بله آقای رسولی میگن که نمیدونم عربستان و کشورهای عربی توسعه پیدا کردن، بعد نمیگن که اینا خودشون چیزی ندارن، همه سرمایه گذاری خارجیه. من واقعا تعجب میکنم از سطح استدلال استاد عزیزم جناب آقای حاتف صالحی. خب یعنی چی متأثر از سرمایه گذاری خارجیه؟ مگر جمهوری اسلامی به دنبال سرمایه گذاری خارجی نیست؟ نبوده که مثلا یه امر مذمومی، کی گفته جذب سرمایه گذاری خارجی امر مذمومی هست؟ الان تمام رقابت‌های دنیا، کشورهای دنیا روی اینه که کی میتونه بیشترین سرمایه خارجی رو جذب کنه به کشور خودش. شما ترکیه رو نگاه کنید، برزیل رو نگاه بکنید، ویتنام رو نگاه کنید، الان رشد اقتصادی حدود 15% رو داره تجربه میکنه که بی سابقه است. هندوستان رو نگاه کنید، خود کشورهای عربی، همین عربستان سعودی اعلام کرده که ما به دنبال جذب 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی هستیم. مگه بده؟ جمهوری اسلامی میفرمایه که اگه جمهوری اسلامی به دنبال این قضیه بود، آقای صالحی میگن که اگه به دنبال این قضیه بود میتونست این کارو بکنه. نه آقای صالحی، هینت غلط ندید. جمهوری اسلامی نتونست. اگر میتونست چرا تا حالا نتونسته جذب سرمایه کنه؟ مگر در دولت همین آقای رئیسی نگفتن تا 200 میلیارد دلار میخوایم جذب سرمایه کنیم؟ حتی 20 میلیون دلار هم نتونستید جذب سرمایه بکنی. در دوره آقای خاتمی تنها دوره ایست که ما تونستیم حدود 15 میلیارد تا 20 میلیارد دلار در طول 8 سال جذب سرمایه کنیم. همین حالا صنعت نفت ما 200 میلیارد دلار تا 250 میلیارد دلار سرمایه گذاری میخواد و هیچ کس حاضر نیست بیاد داخل ایران سرمایه گذاری بکنه. حالا من به عللش کار ندارم، سیاست اشتباه جمهوری اسلامی هرچی هست، میگه اگر میخواست میتونست، اگر میتونسته چرا نکرده؟ چرا نکرده؟ چرا خیانت کرده و گذاشته امروز تمام زیرساختها و صنایع مادر ما کلن فرسوده بشه و خسارت جبران ناپذیری به کشور وارد بشه؟ نتونسته جناب آقای صالحی. این دلیل بیکفایتی، سند بیکفایتی جمهوری اسلامیه. حالا میفرمه آقا شما هم بیاید جذب سرمایه گذاری بکنید، ایران را آباد بکنید، ملت این
دبی و عین امارات و عین ارزم بزرگتون قطر و بحرین و عربستان سعودی رفاه داشته باشن، مردم دیگه با شما کاری ندارن که شما رفاه رو بیارین بری جذب سرمایه گذاری کنی. چرا نمی کنی؟ بعد شما می فرمایید که ارزم بزرگتون کشورهای عربی رفتن دنبال جهینا وابسته به غربن و این. آقا اینا که کشور عربی بودن، خودشون عرب بودن، مسئله فلسطین یه مسئله عربی اسلامیه. یعنی اگر هر جنبه شما نگاه کنید جناب آقای صالحی، به من در رتبه آخر نوبت میرسه که بریم از فلسطین و آرمان فلسطین دفاع کنیم. اولا اینکه اونا عربن، این همه کشور عربی باید اونا برن. اگر تاجیکستان بود شاید ما در اولویت قرار می گرفتیم، چون که یک کشور فارسی زبانه، نسبت به کشورهای غیر فارسی زبان انتظار بیشتری از ایران داشتن. بله اون موقع قابل توجیه بود. این همه کشور عربی ما رفتیم از اونها حمایت کردیم. بعد از لحاظ مذهبی نگاه کنیم، اونا عمده همشون سنی مذهبن، باز رده آخر میشیم. و این کشورهای عربی به سمت توسعه رفتن، اونایی که باید وظیفه‌شون بوده انجام ندادن. ما کاسه داغ‌تر از آش شدیم، رفتیم عرضم بزرگتون از اینا حمایت بکنیم. بعد کشور رو بردید در لبه پرتگاه، تمام زیرساخت‌ها و اقتصادش رو به تباهی کشوندید. الان ایران جناب آقای صالحی یک کشور ورشکسته اقتصادیه، تمام اقتصاددان اینو میگم، اینم حرف من نیست، اصلا کاملا ورشکسته شده. اگر نفت نبود الان ما باید جزایرمون رو میفروختیم، اگر نفت نبود باید خاکمون رو میفروختیم که بتونیم زندگی بکنیم. باز اونم خدا رو شکر این منابع رو در اختیار ما قرار داده. بعد شما کشوری که به اینجا رسیده بردید لبه پرتگاه، دنبال جوانگرایی هستی، هنوز اما با اگر میاری که اگر آقایون تصمیمشون عوض بشه، اگر فلان بکنیم، اگر این کار رو انجام بدیم. شما 45 سال فرصت داشتید، الان زمان اگر نیست، الان باید به جای اگر به کار ببرید. آقای عاطف صالح این رو یادداشت کنید، تکرار کنید از این به بعد، دوستان انقلابی این جمله رو، این کلمه رو یادداشت کنید، میباید این کار رو میکردیم، میباید این اقدامات رو انجام میدادیم، میباید این تصمیمات درست و عقلانیت کافی رو میگرفتیم، میباید استفاده کنید. نه اگر، اگر 45 سال پیش بود، اگر 30 سال پیش بود، اگر دوره اصلاحات بود، الان باید واژه میباید رو استفاده کنیم. بنابراین اینو یادداشت کنید، خواهشن از این به بعد از واژه میباید استفاده کنیم. خب دیگه واقعا نسلی باقی مونده جناب آقای مصدق عزیز، ایران دیگه کدوم جوانی باقی مونده؟ الان همه جوانا که دارن فرار میکنن. با کی میخواید شما ایران رو آباد بکنید؟ با کدوم مغز؟ یه عده پخمه اونجا موندن، اینا رو بردید در بسیج و نمیدونم جاهای دیگه استفاده میکنید ازشون، و دانشمندا و مخهای ما دارن برای نمیدونم مایکروسافت و اپل و جاهای دیگه دارن کار میکنن، های تک های دنیا رو دارن جلو میبرن، استارتاپ های اونجا رو، بعد ما داخل ایران دنبال یه عده هستیم که برن تو حوزه علمیه و این ور اون ور، به اصطلاح ایدئولوژی 1400 سال پیش رو بیارن به قول معروف توجیه بکنن. بعد کدوم جوانگرایی آقای حاطف صاحب؟ با این وضع اقتصاد، فرزندآوری، 20 سال دیگه ما یه کشور بدبخت پیری هستیم که به اصطلاح حتی تخت کافی وجود نداره که مریضا رو درمان بکنیم. بعد فرمودی چجوری آقا جمهوری اسلامی رو ما چطوری؟ شما بفرمایید آقا اصلا ما براندازی دست کشیدیم. بنده الان به عنوان یک فرد ایرانی، ما همه در اپوزیسیون براندازی الان تسلیم میشیم، اصل همون که گفتارمونه میذاریم زمین، میگیم سلام جناب آقای عاطف صالحی، آقای جمهوری اسلامی، آقای خامنه‌ای، ما اشتباه کردیم، نمیخوایم براندازی کنیم. آقای صالحی شما بفرمایید دقیقا باید چطوری با جمهوری اسلامی به اصطلاح به اصلاحات رسید؟ آیا جمهوری اسلامی به رواداری رو انجام داده، تمکین میکنه به این موضوع؟ آیا واقعا تمکین میکنه به این موضوع؟ و
بعد در پایان بفرمایید که هزینه براندازی، هزینه براندازی با توجه به اینکه سرمایه عظیم ملت ایران وجود داره، به نظر شما بودن جمهوری اسلامی میارزه یا براندازی؟ که من اعتقادم اینه که با این شرایطی که به وجود آمده قطعاً رفتن این حاکمیت ارزشش گرچه ممکنه تبعاتی داشته باشه، ولی در میان مدت و بلند مدت قطعاً به نفع ملت هست و ماندن این حکومت جز تباهی، جز نابودی و اتلاف منابع و از بین بردن نسل های متمادی، 3-4 نسل، و از بین بردن انگیزه و امید در کشور چیزی آید ما نخواهد شد. بدون امید، امید آقای صالحی موتور محرکه هر اقدامیه. شما امید رو در ایران کشتید. آقای خامنه‌ای، حکومتی که جناب عالی دارید ازش دفاع میکنید، امید رو در نسل جوان، امید رو در مردم کشته. ملتی که امید نداشته باشه، ملتی که آرزو نداشته باشه، یک ملت مرده، کم تحرک و بی اثر خواهد بود. و این دقیقا دست تنها دستاورد حکومت جمهوری اسلامی در طی 45 سال گذشته که موفق بوده همین بود که امیدها رو ناامید کرد و ایران رو به لبه پرتگاه کنونی کشون. خیلی سپاسگزارم جناب آقای مصدق عزیز، طولانی هم حرف زدم. حالا بعد از این اتاق هم ما یک افتر پارتی کوتاه در اتاق سوشال داریم، دوستان دیگه درخواست دادن در خدمتشون خواهیم بود. بسیار سپاسگزارم و واقعا هم عرض خسته نباشید دارم خدمت جناب عالی و همه عزیزانی که تی این 2-3 ساعت ما رو تحمل کردن. عزیز صحبتی دارید؟ کلام پایانی شما رو بشنویم. خب گویا عاطف صالحی نکته‌ای نداره. آقای داوری هم که خب به هر حال صدایی نیومد. منو صدا زدید آقای مصدق؟ بله بله صدا زدم، بفرمایید آقای صالحی. آقای رسولی؟ نه آقای مصدق، صدای شما خیلی ضعیف شد فکر کنم. با الان صدای من هست؟ الان درست. ممنونم، سلامت باشید. من استفاده کردم از فرمایشات آقای رسولی، جامعه قندی، آقای زرین‌آباد، آقای داوری، همه دوستان عزیزانی که به هر حال روی استیج بودن در طول این چند ساعت. از شما هم به طور ویژه من تشکر میکنم از اینکه اتاق خیلی خوب و منسجمی رو تشکیل دادید و اینکه خیلی هم شلوغ نبوده. استیج به نظرم جزء محسنات بود. من یکی دو تا نکته پیرو فرمایشات انتهایی آیه رسولی عرض کنم. و اون که آیه رسولی با همین الان که شما دارید مثلا از ترکیه نام میبرید یا خیلی از عزیزان دیگه، به هر حال بارها شده، یه مدت ژاپن الگو بود، یه مدت ترکیه، مالزی، نمیدونم اندونزی، نمیدونم امارات، قطر، هی ماشاءالله ما الگو زیاد داریم. حالا اون افرادی که یه مدت ترکیه رو الگو اعلام میکردن دیگه الان خب روشون نمیشه دیگه بیان بگن، چون دیگه مشخص شده دیگه سیاست های حضرات ترکیه یا آی اردوغان و الاخر دیگه معلوم شده دیگه، شطور سوالی هم دولا دولا نمیشه و دیگه آدم چند سال مگه میتونه منافقانه پیش بره و رو نکنه که اسلامی که مد نظرشونه کدوم اسلامه. لذا بحثم چیه؟ من میگم آقا یه اسلام آمریکایی وجود داره که مصادیقی داره. اسلام آمریکایی هم شما دیشب بود پر این شب بود با آقای داوری ما بحث کردیم توی اتاق فکر کنم آقای مدرسی بود که من عرض کردم که آقا شما صحیفه امام رو نگاه کنید، به ویژه جلد 21 صحیفه امام رو، یک محور داره صحبت‌های، حالا کل صحبت‌های حضرت امام، حالا به ویژه جلد
21 دو تا اسلام رو امام نام میبره. یکی اسلام، اسلام ناب محمدی صلوات الله سلام علیه در برابر اسلام آمریکایی و شاخصهاشون میگه، مؤلفهاشون میگه، مشخصاتشون میگه. نکته اینه که یک جمهوری اسلامی وجود داره که این جمهوری اسلامی دایدار حکومت اسلامی و حکومت جهانی اسلامی است. یک اصطلاح رهبری تو بیانیه گام دوم دارن، میگن ایران اسلامی بزرگ. دقیقا این لفظ رو به کار میبرن، ایران اسلامی بزرگ. شما ترکیه رو آقای رسولی، شما میفرمایی ایران ورشکسته شده، جمهوری اسلامی یک ریال بدهی خارجی نداره. ورشکستگی بر چه اساسی است؟ این واژه ورشکستگی یه معنی و مفهوم باید داشته باشه دیگه. شما علاوه بحث تورم، همین ترکیه که یه مدت الگوی برخی از حضرات بود، زیر سایه تحریم‌های شدید ظالمانه به قول خودشون فلج کننده حداکثری، تورم ایران زیر سایه تمام این فشارهای بین المللی و تحریم و تهدید و نمیدونم انسداد کانالهای تنفس اقتصادی و خب دیگه همه چیزهایی که من و شما میدونیم، همین الان از همین ترکیه گوگوری مگولی خیلی جذابه برای برخی از حضرات، همین الان تورم ایران کمتره. الان تورم ترکیه 60 خورده ایست آقای رسولی. و بعد شما میفرمایید اینا رو میخندت هم نمیگیره خدایی. بابا طبق میخوای من لینک رو بذارم بالا دوستان ببینن. آقا الان طالبان تورمش منفیه، این دلیل شد؟ نه بحث دلیل نمیشه، میگم شما که دارید میگید ورشکسته، من مبتنی بر فرمای شما دارم عرض میکنم. من که نمیخوام، من همجور انتظاری که بحث نمی کنم که ناگهانی که نمیام بگم شما دارم این فرمایی که آقا ایران ورشکسته است. میگم ورشکسته بر چه اساس؟ کشوری که یه ریال بدهی خارجی نداره چجوری ورشکسته است؟ و نکته بعدی این که آقا به هر حال من قبل از فرمایش شما عرض کردم، گفتم جمهوری اسلامی در بهره‌گیری و استفاده از نخبگان و زبدگان واقعا ضعیفه. ما نخبه و زبده زیاد داریم تو کشور و حالا به فرموده حضرت عالی در خارج از کشور، ولی حواسمون باشه که آقا هر کسی که تحصیل کرده حالا یه دانشگاهی بود و یه لیسانسی گرفته، یه مدرکی گرفته، یه ارشدی گرفته، یه دکترایی گرفته، لزوما نخبه نیست. ما بخش بزرگی از خارج رفته های ما تحصیل کردند اما نخبه نیستند. یعنی اینجوری که حس کنیم هر کسی الان خارج از کشور نخبه است و اون کسایی در ایران موندن نخبه نیست، این خیلی حس میکنم صحبت متقن و قابل دفاعی نیست. ما در درون خود جامعه ایران، در داخل ایران، ما کم نداریم نخبه و زبده. موقع میگه نخبه و زبده، یکی از اصلی ترین تعاریفش اینه که آقا نگاه حل مسئله‌ای دارن نسبت به مسائل کشور. این نیست که حالا مثلا دکترا گرفته باشه، پست‌داک گرفته باشه، حالا تزش راجع به فلان باشه، نمره‌اش هم 20 باشه، استادش هم آقای فلان پروفسور، فول پروفسور از دانشگاه نمیدونم فلان جا. نکته اینه که نخبه و زبده در تعریف جدید فردی است که برای مسائل کشور راه حل داشته باشه. ما به این میگیم نخبه. این که حفظیات داشته باشه، حالا نمیدونم کل فرمول های ریاضی و فیزیک و شیمی رو مثلا در ذهن شریفش داشته باشه و عرض میکنم نمره خیلی بالی هم گرفته، این که بله یه مدرکی گرفته و یک سوادی به اصطلاح داره، اما هر کسی، هر آدم با سوادی لزوما نخبه نیست. نکته بعدی،
بازم عرض میکنم آقای رسولی، ما باید معطوف به حل مسئله با هم بحث کنیم. یعنی بیایم بگیم آقا یک مسئله‌ای در کشور وجود دارد در فلان ساحه در فلان عرصه، حالا این مسئله رو چجوری میتونیم حل کنیم. متاسفانه ما در خود کلاب هاوس هم رویکردمون رویکرده حل مسئله‌ای نیست. حالا اینکه مثلا هر کسی به فراخور نگاه خودش مبتنی بر یک تایتل توی اتاق خاص، بعضی وقتا متاسفانه من حضرت علی رو آدم آزاده حضور شما عرض شود جسوری میدونم و میشناسم، برای همین من به شما ارادت دارم، اما متاسفانه ما بعضی از حضرات رو میبینیم که توی خود محیط کلاب هاوس هم خیلی عوام فریبانه بحث میکنن. یعنی نگاهشون مبتنی بر اینه که آقا یه صحبتی کنن که مثلا مخاطبی که الان تو چتروم فعاله اون مثلا تشویق کنه، خوشحال بشه. یعنی جوریه که عنان کار و عنان اندیشه و عنان تفکر و عنان استدلال خودشون رو در اختیار مخاطب قرار میدن، به جای اینکه گوینده روی استیج روی کرده پیش برندگی داشته باشه، متاسفانه شنوندگان پیش برنده خواهند بود. این مرادم خدا نکرده جسارت به عزیزان و مخاطبین نیست، بحث هم اینه که آقا اون قوام یافتگی بحث زیر سوال میره. آقا شما یک اندیشه دارید، اگر کل عالم هم میگه، اون شعر معروف هست میگه گر خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، یه شاعر خوشقریحه پاسخ داده به این ضرورالمثل ما ایرانیان، میگه خواهم که شوم رسوا همرنگ نخواهم شد، گر سنگ شود دنیا من سنگ نخواهم شد. نکته اینه که آقا یه جایی شما باید یه قوامی داشته باشه، استدلالتون مبتنی بر این قوام جلو. آقای رسولی من جز این افراد میدونم، اما متاسفانه میخوام بگم یک مسئله‌ای که ما باهاش مواجهیم اینه که بعضی وقتا مباحث ما خیلی دیگه پوپولیستی میشه. اساتید ارجمندان همه بزرگواران هستن، ما شاگردی میکنم خدمتشون، بعضی وقتا میبینیم که آقا مثلا به ازای هر استیجی یه روی کردی دارن و این اون قوام لازم رو متاسفانه از مباحث میگیره. من بحثم اینه اگر ما بتونیم عزیزانی که اتاق میذارن، خود حضرت علی، آقای مصدق، حضرت آقای زرین آباد، دوستانی که برای فعالن تو حوزه کلاب هاوس، ما یه ذره بریم سراغ جدای از بحث توصیفات. ما خیلی وقتا بحثامون، وقتمون درگیر بحث توصیف وضع موجود میشه، دنبال راه حل نمیریم. اگرچه برخی از عزیزان نگاهشونه که آقا راه حل رو باید اندیشکده بدن، راه حل رو باید مراکزی بدن که بودجه بهشون تخصیص یافته، این حرف درستی است. اما ماها هم به هر حال یه مقدار میتونیم ناظره به این که آقا زمانی که من عرضم اینه میگم بریم به سمت راه حل، یعنی نگاه و رویکرد حل مسئله‌ای داشته باشیم. چرا اینو عرض میکنم؟ چون شما در ساحت مسائل اجتماعی هم الان خیلی از اندیشمندان حوزه علوم اجتماعی میگن که آقا ما ناگزیریم از اینکه ما جامعه شناسان به جای توصیف وضع موجود بریم سراغ راه حل ارائه دادن به حاکمان. یعنی یه نهضتی، اگرچه متاسفانه خیلی هنوز قوام لازم رو پیدا نکرده، اما یک نهضتی فیما بین اندیشمندان علوم اجتماعی خداشکر در داخل کشور هم من میبینم شروع شده. از این منظر که آقا حیف شروع نکنیم به گسلها، چون مثلا طرف جامعه شناس دکترا علوم اجتماعی داره میاد و شروع میکنه تیزترین انتقادات رو نسبت وضع موجود جامعه داشتن و فضا به یه سمتی پیش میره و جوری تحلیل میکنه که انگاری فردا این جامعه دچار فروپاشی خواهد شد. ما تحلیل هایی داریم دیگه از بزرگان و اندیشمندانی که از ابتدای دهه 80 صحبت از فروپاشی جامعه ایران میکردن. 20 سال 30 سال گذشته هنوز جامعه ایران پابرجاست، هنوز قوام داره، هنوز گروه های مرجع به هر حال مرجعیت دارن، هنوز نهاد خانواده، نهاد قضا، نهاد آموزش عالی، نهاد آموزش پرورش، هنوز این نهادها وجود دارن. یعنی هنوز یه مقدار بابا، هنوز خانواده، پدر، مادر، اینا هنوز ارزش دارن در جامعه ایران. خب چجوری به این جامعه میتونیم بگیم جامعه مثلا از هم گسیخته، فروپاشیده؟ لذا چرا همچین اتفاقاتی میفته آقای رسولی؟ چون اون اندیشمند و اون جامعه شناس مبرز حاذق قابل احترام
بر اساس شواهد میدانی خودش میاد یه سری گسل‌ها رو میبینه. یه گسل‌هایی وجود داره. تو به زنگاهای مختلف هم این گسل‌ها یه سری به هر حال کاتالیزورهایی برای تشدید این گسل‌ها تو به زنگاهای مختلفی به وجود میاد و به نوعی دخیل میشه در ماجرا. آقا یه اتفاقاتی مثل 96 میفته، مثل 98 میفته، مثل 1401 میفته، تشدید میکنه این گسل رو، این گسل فرهنگی و اجتماعی و سیاسی رو، این فاصله فیما بین جامعه و حاکمیت رو. خب یه فردی میاد سریع مبتنی بر این اتفاقات و این بزنگا یک نتیجه جزء به کل میگیره. این شاید در 6 ماه 5 ماه تحلیل و تفسیر این و یادداشت و مقاله این و مصاحبه این، نمیدونم حالا تیتر خیلی از محافل خبری و رسانه‌ای بشه، اما نکته اینه که آقا بعد از گذشت یکی دو سال میبینیم که آقا این اندیشه به نوعی زیر سوال میره دیگه. آقا شما یه تفکری داری میگه جامعه ایران به سمت فروپاشی داره میره. باید در طول گذشت سالها اتفاقاتی که داره رقم میخوره بعد تئوری و نظریه تو رو تایید کنه، نه اینکه ما بگیم آقا یه صحبتی شما به عنوان یه استاد و اندیشمند کردی مقطعی بوده در حد یکی مثلا دو ماه، در حد مثلا 6 ماه 7 ماه. خیلی که چه عرض کنم، برخی از مباحث کلاب هاوس متاسفانه اینجوریه. نه آقای شما عذرخواهی میکنم، ببینید شما اگر فصل هفتم پیمایش نگرش ها و ارزش های سال 94 رو با فصل هفتم 92 آذر 402 مقایسه کنید که احتیاج به جامعه شناس نداره. 92 موج 4 92 بله 92 رو با 401 یا 402 آذر ماه 402 مقایسه بکنید، این که دیگه احتیاجی به جامعه شناس نداره. نه باز فروپاشی رو نمیرسونه آقای زرین آباد. نه بحث فروپاشی نیست، تغییر چشمگیری در جامعه ایران. بله بحث تغییر ما بحثی نداریم. نه من نکتم اینه که آقا شما بعضی وقتا کارشناسان میان یه صحبتهایی میگه، حال من نمیخوام نام ببرم، برای اساتید مبرزی که آقا از همون ابتدای دهه 80 بحث فروپاشی رو مطرح میکردن که بعد 96 گفتن این فروپاشی دیگه مهرت و آشکار شده. خب هنو اتفاق نیفتاده که، و الا تغییر و تحولات اجتماعی و فرهنگی که ما بحثی نداریم که. شما حالا بحث رضایتمندی و عدم رضایتمندی که اون که حالا خیلی به نوعی حالا اقتضایی است، اونو بذاریم کنار. بحث عرفی شدن دینداری، الان دینداری عرفی شده. شما ببینی که آقا بالغ بر 70% مردم به نوعی خواهان حکومت سکولار به یه معنایی هن. یعنی خواهان جدایی دین از سیاست هن. این تو همین ارزش ها نگرش ها میگی دیگه، قریب به 70%. خب اینها که بحثایی بله راجع به افاف بله. حجاب به همین شکل در سال 92 جان. 66% خواهان حکومت دینی هستن و شما میبینید 72% در سال 402 خواهان جدایی دین از حکومت هستن. خب این تفاوت کشمیریه که اتفاق یه بار دیگه میفرمایید عدد اول رو متوجه نشد. در سال حالا شما میگید 92، من 94 دیدم این نه. کتاب پیمایش نگرش ها و ارزش ها. نه معذرت میخوام، نه من موج چهارم عرض کردم 1400. نه موج سوم و چهارم، موج چهارم و 92 ببخشید 1402 نه موج چهارم که همین پارسال سوم 94. بله درست میفرمایید، بله بله درست. 66% خواهان حکومت دینی هستن. ولی در شاخصش یادتون نیست گویش چی بود؟ گویش رو یادتونی؟ اون شاخصه یادتونی؟ سوالی که میپرسن از مردم چی بود؟ سوالش رو یادتونی؟ نه الان تو ذهنم خیلی دارم، میتونم الان مراجعه کنم به کتاب خونم، ولی 711 صفحه است مال 94. اما نکته اینجاست، همون سواله، مشابه است، هیچ فرقی نمیکنه. ببینید در سال 94 شما تو جامعه بالغ بر 30.4% به طور میانگین افراد بیطرف داری، یعنی نظری نداری، بیتفاوته. شما در سال 402 این به 4.6% کاهش پیدا میکنه، یعنی دیگه نداری این افراد بیطرف رو، دیگه نداری. یک سمت جریان ایستادن
یعنی یا اون ورن یا این ورن، وسط دیگه کسی رو نداری در سال 402 در همه شاخص ها. یا مثلا شما برید مسجد رو مقایسه کنید، سال 94 مراجعه به مسجد و نماز در مسجد، یا نماز در خانه، یا روزه، یا سفر، یا حتی مثلا کاری نداره شما همین الان مثلا بلند شید برید مشهد ببینید چند نفر توی مشهد، یه جای زیارتگاه دیگه، مثلا سمنان وای میسه برای نماز مغرب، ببین چند نفر پیاده میشن. 10 سال پیش ببینید چند نفر پیاده میشده. اینا رو عرض کردم، دینداری عرفی شده. بله، دینداری کاملا عرفی شده. میدونید یعنی اینها خب به هر حال وقتی آدم نگاه میکنه این تفاوت های چشمگیری نه اینا که درسته، اما بحثم اینه این تفاوت های چشمگیر به معنای عدم توفیق جمهوری اسلامی نیست. بله، یه روایت رسمی شما داشتید که این روایت رسمی تون روایت رسمی منطقه شاید نبوده. یعنی اینکه شما در طول سالها اومدی عفاف و حجاب رو به عنوان یکی از مثلا محورهای اصلی نظام و حاکمیت قرار داد. این نگرش داره میگه مردم دیگه یک خواهان نظام ایدولوژیک نیستن. عرض میکنن میگم از قرائت رسمی مردم فاصله گرفتن، یعنی مردم قرائت رسمی رو دیگه نمیپذیرن. و بعد این به این معنای، چون من دیدم برخی ها یه مغالطه ای میکنن و میگن مثلا 72% مردم خواهان گذر از حکومت دینی هن. نه، خواهان گذر نیستن. اگه 72% خواهان گذر از حکومت بودن که دیگه اصلا چیزی حکومت دینی نمیمون که. خواهان گذر نیستن. گویه نمیگه آیا خواهان گذر یا نه. جالبه که من خدمتتون عرض کنم که مردم میخوان مطالباتشون رو از همین حکومت محقق کنن، یعنی میخوان از همین جمهوری اسلامی مطالباتشون رو بگیرن، نمیخوان جمهوری اسلامی بره از یکی دیگه بگیرن. نه، این نکته جالبه، این نظرسنجیه که جامعه ایران دنبال اینه که مطالباتش از همین جمهوری اسلامی بگیره و محقق کنه، نه از یک حکومت دیگری. این نکته برجسته این اصلا نکته مهم دیگه که در همین راستاست بحثم همینه. موقعی میگیم 72% مثلا خواهان سکولاریسم هستند، به معنای جدایی دین از سیاست تو ذهن مردم. جدایی دین از سیاست یعنی چی؟ به این معنا نیست که آقا دین چیز بدی است. به این معناست که آقا در طول این سالها شما اومدید آیه حاکمیت جمهوری اسلامی به نام دین اومدی از خودت یک نمایشی گذاشتی. این نمایش، نمایش مطلوبی نیست. یعنی شما اومدی به نام دین تمام ساختارها و تمام زوایای حکمرانی و جامعه ایرانی رو اومدی الساق کردی به امر دینی. آقای صالح بحث رو منحرف کردین. یعنی خیلی تعجب میکنم از جناب مصدق که اجازه دادن که شما در چهار نه من نقطه میذارم عذرخواهی میکنم. نه منظور این که اون انتقاداتی که کردیم رو پاسخ ندادید. حالا الان عرض میکنم آقای رسولی ببینید شما الان من نکته بیام خدمتون. طبق اصل 152 قانون اساسی سیاست های جمهوری اسلامی تعیین و تبیین میشه. شما اگه به اصل 152 قانون اساسی مراجعه کنید جمهوری اسلامی خطا نکرده، یعنی درست عمل میکنه. اینا شما در نظر بگیرید. فقط یه اصل مورد نظره اصول دیگری که کلا نقض شده در جمهوری اسلامی اونا هیچ کدوم دیگه ارزشی نداره. نه راجع بقیه اصول صحبت کنیم، ولی در مورد سیاست خارجی نه دیگه. ببین کلیتش قانون اساسی تعریف کرده. ببینید این قانون اساسی فاکشنال نیست، یعنی عملکردش درست نیست، نتیجهش هم درست نیست. این قیاسایی هم که جناب آقای صالحی کردن بین ایران و ترکیه، ترکیه که نه منابع نفتی ما رو داره نه منابع طبیعی و نیروهای انسانی ما رو داره، قیاساتون هم آقای صالحی قیاس مالفارقه. و اون نکاتی هم که بهش اشاره کردید، ژاپن هم باز هم با ما قیاسش نه. ژاپن تورمش چنده آقای رسولی؟ ببینید تورم که صفره. نمیدونیست ببینید نداشتن تورم دلیل موفقیت اقتصادی. نه میخوام یه نکته دیگه بگم. میخوام بگم طالبان هم تورمش صفر، ارزش پولش هم از ما و خیلی از کشورها بیشتره. آیا این
به منزله اینه که مثلا افغانستان کشور توسعه یافته یا پیشرفته ای؟ نه نه، میخوام بگم اصلا خود ملاک شما ملاک اشتباهی است جناب آقای صالحی. چه کشوری الان با چه کشوری مقایسه کنیم خودمون رو؟ ببینید، شما باید کشورهایی که از لحاظ منابع و نیروی انسانی حداقل شباهت‌های حداقلی داشته باشن، ما باید بریم خودمون رو با اونها مقایسه بکنیم. مثلا کشوری مشابه نمونه... جمهوری اسلامی نیست. چرا نیستشن اما ایسالیه نیست واقعا. ببینید نیست. ما مثلا با کره جنوبی خودمون رو مقایسه کنیم، چرا با اون مقایسه نمی کنیم؟ با جاهای دیگه مقایسه نمی کنیم؟ الان کره جنوبی چی داره؟ کره جنوبی الان چی داره؟ نه اصلا منابع بزن کنار، کره جنوبی الان علاوه مثلا امنیتی الان کره جنوبی چی داره؟ ببینید کره جنوبی الان اصلا رو هواس، باز ژاپن بهتر از کره جنوبیه. من میگم ژاپنی که تورمی صفره، نه الان عرض میکنم ژاپنی آی رسولی، ژاپنی که من عرض میکنم جی دی پی کره جنوبی چقدره آقای صالحی؟ نمیدونم جی دی پی کره جنوبی همین حالا 1960 میلیارد دلار، حدود 2 تریلیون دلار در سال. نه من میخوام بس چیز دیگه دارم میگم. بس من موقع تورم میگم، شما میگین شاخص تورم شاخص درستی نیست. من میگم همین ژاپن، شما ببینید بدهی خارجیش چقدره، چه ربطی جاپون. داره؟ من نمیدونم الان ایالات متحده آمریکا الان میگم بزرگترین بدهکار جهانه. آقای صالحی بدهی بیشتر میدونید یعنی اعتبار بیشتر رو عرض میکنم. همیشه که لزومن که اینجوری نیست. احسنت آقای مصدق، این چیزی بود تو ذهن ما لزومن نیست که آقای مصدق چون یه جا باید نه یه جا باید شما این بدهی رو تسویه کنید. هیچ بدهی نداری بعد اینو عنوان عرض میکنم آقای رسولی. قوی‌ترین اقتصاد جهان ایالات متحده آمریکا 36 تریلیون دلار آقای صالحی بدهی خارجی داره. خود چین که دومین اقتصاد جهانه 19 تریلیون دلار بدهی خارجی داره. آقای رسولی، الان عرض میکنم دیگه. الان اجازه بدید من بحثم رو نرد بشه. من یه نکته فقط بگم بعد شما و آقای مصدق بفرمایید. شما آقای مصدق میگن که آقا بدهی بیشتر نشون میده که این کشور خوبی است، مثلا خیلی قوی است. خب آقا یک ماه دیگه قرار این بدهی تسویه بشه، چون این حرفو نزد. بذار من نکته بگم. داشتن من دلیل بر بد بودن نیست. عرض میکنم الزامن که بله، ولی نکتم چیز دیگه است. من بحثم اینه، میگم که آقا شما همین یک ماه دیگه قرار باشه بدهیشون تسویه کنن. از کجا میارن؟ آمریکا بدهکار آقای مصدق و آقای رسولی و دوستان، اما آمریکا داره دلار بدون پشتوانه چاپ میکنه. آمریکا به اصطلاح داره بدهیشو صادر میکنه. اینو کسی توجه نمیکنه. و نکته اینه که آقا شما همین ژاپنی که من دارم عرض میکنم، میگم بدهی خارجیش قریبه به تقریبا مثلا 5000 میلیارد دلاره. یعنی شما تا مثلا قیامت این ملت و نسل در نسل باید کار کنن و بدهی خارجی رو پرداخت کنن. یعنی موقع ما میگیم تورم ژاپن صفره یعنی چی؟ یعنی دائما کسری بودجه داره. به جای چاپ پول رفتن وام خارجی گرفتن. خیلی از کشور اروپایی وضعشون همینه. اصلا استثمار نوین یعنی همین. من دارم میگم شما برید مباحثی که آقای ماتیر محمد، شما ببینید ماتیر محمد اواخر یعنی دهه 90 ژاپن. آقای سال یعنی ژاپن رو شما دارید میگید استثمار؟ من دارم عرض میکنم میگم قواره اقتصادی ژاپن، ژاپن 5 تقریبا 4500 میلیارد دلار بدهی خارجی داره، تورمش صفره. ما به این کشور میگیم کشور ورشکسته. یعنی نکته اینه که آقا یه جمهوری اسلامی یک ریال هم بدهی خارجی نداره. واقعا یه چیزی یادم خندش میگیره.
یعنی الان بگی الان اصطلاح من کجا شکته باید کشور ورشکسته یه جمهوری اسلامی ورشکسته نیست، برام خیلی عجیبه واقعا. نه آخه مثل تورم دیگه، بحث من میگیم بر اساس شاخص داریم میریم، بحث من این نیست که این خوبه اون بده، ما داریم میگیم اگر دارین قیاس میکنید و مقایسه میکنید این مقایسه باید مقایسه منطقی باشه. برای چی رشد اقتصادی ژاپن متوقف شده؟ الان دلیلش چی؟ الان چی ژاپن در طول این سال مگه رشد اقتصادی داشته مگه؟ آقای صالحی من میگم آقا جونم آقای صالحی من میگم با نظریات آقای مصدق و آقای رسولی موافقت کن، چون تو چت از تهدید شروع شده بعد به فوش خارمادر میرسه، یعنی قبول کن که تمام بشه. دوستان راحت باشن، من عرض کردم که نه برای خیلی من که مشکل نیست، با کمال احترام نه با توجه، خودمون اتاق میدادیم چتمون باز بود عین خیرام نبود، میگم یعنی آره بگن مشکلی نیست. حالا عزیزانی که دارن میشنون چون چت از تهدید شروع شده داره به فوش خارمادر میرسه. آره نه قبول کن که دیگه دوستان راحت باشید. نه راحت باشید آیه مصدق، نه اصلا بحثی نیست، بذارین راحت باشید، ما خط قرمزی نداریم. ولی نکته چیه من میگم دوستان فحاشی نکنید بحثن... با آقای صالحی بفرمایید. نه بابا این حرف نه من بحثم چی آیه رسولی، من نکتم اینه میگم که آقا من تحلیلم اینه، میگم جمهوری اسلامی رو باید با خودش مقایسه کرد. او یعنی این قیاس هایی که دارید میکنید پاسخش همین پاسخای من دارم میدم، تهش به جایی نمیرسید. یعنی سرمایه گذاری خارجی هم لزوما مثبت نیست، آقا همه اینها یه سری الزامات و یه سری مقدماتی داره، یه سری شروطی داره. شما برید صحبتی که آقای ماتی محمد میگه یک شبه ما رو گدا کردند، سرمایه گذاری های صهیونیست و سرمایه گذاری آمریکایی، میگه یک شبه. یک شبه شما ببینید دیگه اتفاقاتی که در آسیای شرقی افتاد اواخر دهه 90 دیگه 97 98 بود دیگه، از تایلند شروع شد و رفت مابقی کشورها رو درگیر خودش کرد. خب یک شبه تصمیم گرفتن سرمایه‌گذاران خارجی سرمایه‌هاشون از این کشورها خارج کنن، به خاک سیاه نشوندن این کشورها رو. حالا در طول این سالها تونستن، آقای ماتی محمد به هر حال یه تحولاتی ایجاد کرد اون کشورها. من نکتم چیه؟ میگم جمهوری اسلامی ظرفیت‌های بی‌نظیری داره، بحثی ما نداریم، اگر نداشت که ما قصه نمی‌خوردیم، که منابع زیرزمینی ارزنده‌ای داره، لحاظ سوق الجشی اصلا تو بهترین نقطه عالم واقع شده، لحاظ نیروی انسانی و نخبگی و زبدگی کم نداره. ما میگیم ما مؤلفه های این که آقا کشور اول منطقه که شهر کنن جز کشورهای اول عالم بشیم، ما این مؤلفه ها رو داریم. بحث من اینه، من میگم یه جا هست ما ایرانیان نگاهمون و تفکرمون و اندیشمون همیشه مرغ همسایه قازه است، یه جا اینه که میگیم آقا ما مسائل و مشکلات رو ببینیم، روش هم تأکید کنیم، احصا هم کنیم، نقد هم کنیم حاکمان رو، اما حواسون باشه که برای چی داریم این کار رو انجام میدیم؟ برای حل مسئله. یعنی نگاه ما نگاه حل مسئلهی میشود، یعنی من حاتف صالحی، مجید رسولی، آقای زرین آباد، آقای مصدق، آقای داوری، همه دوستان، ما میگیم که آقا ما برای آقا حل این مسئله چه کار میتونیم انجام بدیم؟ هر کسی هر کدوم از ما در حد وسع و بذات خودمون. آقا من رو اطرافیان میتونم تأثیر بذارم، مجید رسولی رو اطرافیان، نمیدونم آقای زرین آباد به همین شکل، احمد مصدق هم به همین شکل، همه دوستان همین شکل. یه جا از شما نه، شما هی انتظار داری. میخوام بگم این فرهنگ آقای رسولی، یعنی ما بیش از این که مسائل سیاسی و مسائل اقتصادی داشته باشیم، ما اصلی ترین مسائل و مسائل فرهنگی است. شما ببینید مثلا برگردیم به تاریخ، شما ببینید دوران صفویه، دوران اوج مثلا تمدن اسلامی و تمدن فاخر ایرانی در دوران صفویه، شما ببینید میگن سیاست و دیانت ممزوج در هم بود، که از دلش بزرگانی مثل نمیدونم میرفندرسکی و شیخ بهایی و امثال هم در اومدن. یعنی میگن که آقا یه درهم تنیدگی فیما بین امر حکرانی و نخبگی و زبدگی وجود داشت که همه چی از دل فرهنگ ایرانی برخواسته بود.
حالا الان شما در نظر بگیرید، الان فضای فرهنگی کشور، فضای نخبگی رو ببینید، یه فضای سیاست زده، غرب زده، دوچار خودفراموشی محض، از خود بیگانگی محض متاسفانه. اینکه آقا هیچی، شما ببینید وضعیت رو، حالا که نشد بریم به سمت براندازی، حالا دوباره سالها وقت ملت رو بگیریم، وقت نمیدونم کشور رو بگیریم، چه هزینه هایی بر این کشور بار بیاد تا بریم سراغ این که اصلا حکومت بعدی به وجود بیاد، به وجود نیاد، مستقر بشه، مستقر نشه، اون حکومت از این حکومت بدتر باشه یا بهتر باشه، الله اعلم. لذا بس همینه، من میگم اگر میشد یه نهضتی را بندازیم، نه حالا ما که دست ما کوتاه، خود ما برنخیم، نهضتی را بیفته مبتنی بر این که آقا کل ایرانیان، چه ایرانیان داخل کشور، ایرانی خارج از کشور، بشینن برای راحل ها فکر کنن. یه صحبت های من از آقای پزشکیان در مثلا اوائلی که حالیشون در دانشگاه سخنرانی میکرد میشنیدم، واقعا میدیدم چه نگاه خیلی خوبیشون داره. میگه آقا هر دانشگاه بیاد، ما یه تیکه و یه منطقه از کشور رو بهش بدیم، این دانشگاه بره برای حل مسائل بشینه فکر کنه، بودجه هم به همین دانشگاه بدیم، بگیم آقا خودت بشین تحریزی کن، برنامه‌ریزی کن، حالا نیروی عملیاتی هم بیار، خودت شروع کن به کار کردن. یعنی واقعا اگر به طور پایلوت ما یکی از دانشگاه کشور بتونه این کار رو انجام بده، یه منطقه کوچک تو کشور که هم مسئله امنیتی داره، هم مسئله فرهنگی داره، هم مسئله زیست محیطی داره، هم مسئله آب داره، نمیدونم مسئله آلودگی داره، آقا این تام، یعنی یه نظام مسائل متراکمی برای اون مسئله وجود داره، بتونیم نخبگان و زبدگان و دانشگاهیان رو بیاریم، بگیم آقا اینقدر درس خوندید، این قدم شما دارید نقد میزنید و این قدم دارید نقد میکنید، آقا بیا اینم بودجه، اینم اون منطقه، خب بشین ببینید چند مرده حلاجید. ما که از کره مریخ به عنوان رئیس جمهور که نیومدیم که ما با یه کن فیکون یا مثلا آقای خامنه‌ای مثلا یه فوت کنه کل مسائل کشور حل بشه، مثلا شب بخوابیم صبح بلند شیم کل مسائل کشور حل بشه. آلمان یک شبه مگه به اینجا رسید؟ همین ژاپنی که ما داریم مثلا مینالیم و میگیم آقا این ژاپن ببینید بدی چه جوریه، ژاپن هم مگه یک شبه به اینجا رسید؟ یعنی واقعا با این وضعیت که ما داریم پیش میریم، یک روزی یعنی اگه بخوام همین اتفاقات، یعنی همین طوری که داریم بریم الان، یعنی واقعا به نظر شما یه جایی مثل آلمان یا ژاپن رو خواهیم گرفت؟ اصلا ژاپن عددی نیست. ما آقای مصدق، شما میدونی که موقعی که ما سازمان برنامه و بودجه داشتیم و برنامه توسعه به اصطلاح ترسیم میکردیم، کره و ژاپن و این هندوستان اینا نمیدونستن اصلا برنامه توسعه کی رو چنده. ببین شما ما مشکل رو میدونی چیه؟ ما قرار بود 1370 بشیم ژاپن اسلامی، ژاپن، نه قرار نه خاورمیانه بشه، نه قرار نه آقا همین چند سال پیش آقای حداد عادل، حداد قرار بود، مگه حداد قرارای کشور رو میذاره؟ قرار بود یعنی شما بشینید یه برنامه کلان توسعه، اینکه حالا حداد گرم دیگه حرف زدی، تازه بعدش هم تکذیب کرد حداد، گفت من نزدم این حرفو، تکذیب کردی شما. آقا فیلمش اومده بیرون، اون قرار بود، موقع میگن قرار بود یعنی مثلا کل رهبران کشور نشستن یه برنامه حالا حداد گرم بوده. همین برنامه سند چشم انداز 20 ساله دیگه، اینو که نمیتونید انکار بکنید، کدومش رو محقق کردید؟ درست میگی، درست میگی، نقد ما هم هست. توهم چیه که نه نقد ما از ژاپن هم باشه؟ یه برنامه 20 ساله که خودشون نوشتن، آقای رسولی، یه دونه‌شو نتونستید من... محقق کنید. خب خب برنامه ریزی هم مشکل، من میگم ما 70% ببخشید عذرخواهی میگم، ما 70 سال تجربه حکمرانی داریم، 70% از برنامه بالادستی ما محقق نمیشه به ازای سال 1%، یعنی ما به ازای سابقه‌ای که داریم برنامه هامون فشله، برنامه مهمی آقای رسولی، آقای مصدق، برنامه ریزی ما مبتنی بر واقعیت نیست، خیلی آرمانی و یوتوپیاییه. شما همین الان ببینید ما میخوایم کشور اول منطقه بشیم، الان آرمان شما که خودتونو دارید با ما رو با ژاپن مقایسه میکنید یوتوپیایی نیست چرا آقای صالحی؟ نه من مقایسه، یعنی شما حداقل یه اماراتی چیزی بشید بعد بری. پیغمبرم که اول اومد اسلام رو آورد، از زن و بچه شروع کرد، بعد پله پله دنیا رو گرفت. شما الان نمیخواد ما رو به ژاپن اسلامی که آقای نکتتون درسته به آقای
خب حالا شما حداقل دلار رو کنترل بکنید، معیشت مردم رو، فقر رو از بین ببرید. ژاپن اسلامی یا غیر اسلامی جناب آقای صالحی، پیشکش ما رو تبدیل به تایلند اسلامی نکنید. صلوات. نکتتون خلا خواهان تایلند بکنم بیشتر از ژاپنی نباشه، ولی بحثم اینه، من با شما موافقم. من که عرض میکنم، میگم ما که قرار نیست در مورد همه صحبت‌های همدیگه شروع کنیم اعتراض کردن. این فرمای شما کاملا درسته. جمهوری اسلامی و جامعه ایران اگر میخواهد الگو بشود، اگر به دنبال تمدن اسلامی است، تمدن نوین اسلامی است، ایران اسلامی بزرگه، اگر میخواد عالمگیر بشه گفتمانش، بلا شک باید اول جامعه خودش رو بسازه. شما جامعه خودت رو بساز، جامعت جامعه نمونه‌ای باشه از لحاظ فرهنگی، از لحاظ اخلاقی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ قهرن الگو خواهد شد. یاد می الگوش کنی. ببینید آقای صالحی، آقای مصدق عذرخواهی میکنم، از شعار دست بردارید. نگاه کنید الان خود شما، اصلا من کلیت کشور و کلانو بذاریم کنار، مصداقی حرف بزنم، خود جناب عالی یه انتقاد به آقای حقانیان کردید، 9 روز شما رو بردن، نمیدونم اگر اشتباه نمی کنم، بند 209 وزارت اطلاعات. 209 وزارت. بردم برای وزارت 209 بردن. من سوالم اینه، شما که دم از عرضم بزرگتون اصلاحات میزنید، امید دادن به جبهه مقابل میزنید، بینی و بین الله وجدانن، الان حاکمیتی که شمایی که این همه دارید شمشیر براش میزنید اینجا، فوش میخورید، دیگران بهتون توهین میکنن بعضی مواقع در چتروم، حالا یه دم ارادت دارن خدمتون و یه حتی جایگاهی در بزرگوارن، هر دو قابل احترام، بله به اصطلاح جایگاهی دارید، دیگه شما چه کار باید برای این حکومت میکردید؟ و اینقدر واقعا یه دلیلی که ما شما رو، نه من، اکثر براندازا و اینا دیدم در اتاقهای خودم جای دیگه، همیشه از شما به نیکی یاد میکنم، به خاطر این سعی صدرتون، خاطر اینکه واقعیت ها رو، حالا بخشیش رو میپذیری، تحمل نمیکنه. آیا انتظار دارید که مثلا حرف من مجید رسولی یا افراد دیگر رو تحمل بکنه؟ این انتظار بی جاییست جناب آقای صالحی. چرا واقعیت رو نمیپذیری؟ زمانی من حرف شما رو میپذیرم که ببینم عاطف صالحی مثلا تو صدا سیما هم داره برنامهش رو میسازه، همین نقطایی که اینجا میکنه، حالا بیا یه فیتیله پایینتر در صدا سیما داره مثلا یه برنامهش پخش میشه، دعوت میشه به یه مناظره ای، دعوت میشه نمیدونم، نه اینکه همه رو از یه تیپ ببرن و اون خانش رسمیهی که کشور رو به اینجا رسونده بدن دست چهار تا بچه که اصلا هویت هم نداره، مشخص نیستن اینا کیان، از کجا اومد، فلان پایگاه بسیج مقداد و نمیدونم اووردن اونجا نشوندن آدم هایی که معلوم نیست کی هستن واقعا. شما وقتی خود شما جناب عالی که الان جز حالا نخبگان اون جناح هستید، هیچ جایگاهی در اون کشور نداری، چطور این توصیه میکنی که این حکومت رواداری میکنه، این حکومت میتونه اصلاح بشه؟ بعد میاید ما رو میبرید یه وعده ای میدید مثل آقای خمینی که واقعا در بهشت و اون دنیاتونم آباد، این دنیاتونم آباده، و حالا ما رو میخواید ببرید ژاپن بکنید. شما اول یه به مش نمونه خروار دیگه، شما خودتون ببینید در این حکومت میتونید یه جایگاهی به دست بیارید که در خور شأن شما باشه یا نه، بعد بیایید این نسخه ها رو بپیچید برای این حکومت. عرضم اینه، من اون روزم گفتم این از روی تملق و اینام نیست، واقعا الان آقای عاطف صالحی رفتنش به تلویزیون یا به هر حال یه پست فرهنگی و مدیریتی در جمهوری اسلامی با توجه به این حمایت ها و شمشیرهایی که میزنه دیگه حقشه دیگه. وقتی خود شمایی که این همه دارید هزینه میکنید، شما رو به هیچ کجاشون آقایین حساب نمی کنن، از من برانداز، از دیگران چه انتظاری دارید؟ عرضم اینه که واقعیت ها رو آنگونه که هست بگید. شما دارید برای ما رویا فروشی می کنید، نمیدونم ما رو با ژاپن و کشورهای دیگه یه جوری گفتید ژاپن رو ول کن، انگار من فکر کردم مثلا شما میگید اونجا تورم نیست، فلان نیست، پا
پاسپورت ژاپن یکی از قدرتمندترین پاسپورت‌های جهانه. مردم ژاپن درست کار زیادی میکنن ولی یک زندگی حداقلی دارن، رفاهی دارن. این که حالا دولتشون بدهکاره، ملتشون که گشنه نیست. تمام کالاهای الان ژاپنی در تمام دنیا است. بهترین کالاها رو داره، ماشینای تویوتا و هوندا و نمیدونه انواع اقسام شرکت های معتبر چینی الان در سر تا سر دنیا پخشه. شما چی تولید کردید؟ نمیخواد ژاپن بشه، یه تولیدی به ما بگید که در سطح بین‌المللی من هر جای دنیا برم، آفریقا من 30 کشور رفتم، همه جا تویوتا دیدم، همه جا ماشین ارزم حضورتون ژاپنی دیدم، اما یه جا به من بگید من برم یه کالای ایرانی بود اونجا باشه. چی ساختید؟ چی تولید کردید؟ یه فرشی که قرنها در دنیا برای ایران مایه آبرو بود و به پرشین کارپت معروف بود، هر جا میرفتی میگفتن بهترین کوالیتی داره، اینا الان که چین و ترکیه و حتی افغانستان از دستتون درآورده، همینم هم که نتونستید حفظ بکنید. با این ادعا جناب عالی اومدید ما رو همردیف ژاپن میکنید؟ بابا طرف نون نداشت بخوره، بعد رویای قصر رو نمیدونم پادشاهی میکرد. آقا این پادشاه لخته جناب آقای صالحی، این پادشاه لخته و کسی شهامت نداره، جرأت نداره بهش بگه آقا تو به عنوان پادشاه لختی. این حکومت جمهوری اسلامی تمام زمینه هایی که میخواست درش به موفقیت برسه نرسیده، حتی نیروهای درون خودش هم نتونسته به رفاه و به خواسته هاش برسونه، چه برسه به بقیه. که مثال زدم خود از حالی، الان کجا رسیدی در این ساختار؟ به کجا رسیدی؟ چه دستاوردی داشتی؟ کجا از تخصص شما، دانش شما استفاده شد؟ چرا باید مثلا امثال آقای جلیلی و میر باقری و پایداریچه هایی که مثل آقای ثابتی که ملت کهیر میزنن حتی اسمش رو به زبان میارن، قیافش رو میبینن، چرا اون آدم باید هم در رسانه ملی همه جا نفوذ داشته باشه، بیستشاری بره اونجا صحبت بکنه؟ حالا عاطف صالحی یا امثال عاطف صالحی که انقلابی هم هستن ولی خب بالاخره معتدلتر هستن، با یک وجاهتی در بین اکثریت مردم دارن علارغم مخالفت هایی که باهاشون هست، چرا این آدم ها تریبون نمیگیرن در اونجا؟ چرا این آدم ها از ظرفیتشون استفاده نمیشه؟ این سواله. شما اینو به من نمیگید، به ما نمیگید که این حکومتی که از ظرفیت دلسوزانه امثال شما نمیتونه استفاده بکنه، به طریق اولا از ماهایی که باهاش با اصل و اساسش مخالف هستیم استفاده نخواهد کرد. آقای عاطف صالحی عزیز و خود شما هم بهتر از هر کسی میدونید آیا واقعا شما از این عمل کرده این جریانات تندرو در داخل ایران راضی هستید؟ بارها و بارها تو اتاقاتون اعلام براءت کردید از این جریان، به تعقل نمیدونم انتقاد پذیری اینها توصیه کردید، ولی کو گوش شنوا، کو گوش شنوا.